بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار و پیش روی شما باشه. امروز دوشنبه 18 تیر ماه 1397 است و برابر با 9 ماه جولای 2018. به قول آقای بابک هروی گفت این 18 تیر هم هر سال یک به اصطلاح ماجرایی داره و یکی از مهمترین ماجراهاش اون ماجرای به اصطلاح کودتای نوژه، قیام نوژه و ماجرای بختیار و عراق و اینها بوده که اصلا آشنایی من با آقای بابک هروی، زمینی که عموی ایشون رو سالها میشناختم، از طریق همین برنامه بود که یه ویدیویی رو یه جایی دیدم توی کانال ای2 و دیدم یه آقای صحبت میکنه و هرچی فکر کردم دیدم عجب منطقی و با سند و اینها، تماس گرفتم و گفتم شما در رابطه با دکتر شاپور بختیار یه چیزایی گفتید که برای اولین بار بود من شنیده بودم و اگه مایل باشید اینها رو ما در تلویزیون مردم پخش کنیم. و از اونجا دوستی ما آغاز شد، از این بابت خیلی خوشحالم. و دیروز هم ایشون لطف کرد یک ویدیوی جدیدی، فکر کنم چون پتیک پرسیده بود و من و دیگران، یه ویدیوی جدیدی درست کرد و گذاشت و لطف بیشتر این که اون ویدیو رو برای ما هم فرستاد. حجم زیادی هم داشت، نزدیک به 2 گیگابایت، یعنی نصف یک DVD رو پر میکنه، ولی زحمت کشید، ممنونم. اون ویدیو رو بعد از برنامه خودم نشون میدم بهتون، تبدیل کردیم و به اصطلاح کانورت کردیم، خودشون میدونن وقتی اونا میفرسن MP فرمتش MP4 ما، تبدیلش میکنیم به سیستم ویندوز و روی این سیستم قرار میدیم. از این بابت ازشون ممنونم. و صحبتای ایشون باز هم مستند و نشون میده که آقای بختیار میگه ما عراق نرفتیم، ولی یه 5 روزی نبودیم، حالا ترجیح میدم نگم کجا بودیم. آقا عراق بودی، آقای دکتر رزمارا، آقای دیگه، چند تا از این وزیرای 37 روز زنده هستن؟ یقه اینا رو بگیرید بگید شما کجا بودی، چند پول گرفتید که الان بعد از 40 سال هنوز خفه خون گرفتید و نمیگید چه معامله ای با صدام کردی. در هر صورت اون فیلم رو از بابک خواهش میکنم که لینک فیسبوک خودش رو هم بذاره زیر این برنامه فیسبوک ما، چون در رابطه با همون هست. و منم اجازه بدید که این فیسبوک رو شیر کنم با فیسبوک مردم تیوی. عجب این فیکبوک واقعا همه رو اسیر کرد و همه رو گرفتار و دیگه بدون اونم نمیتونیم زندگی کنیم. اجازه بدید که من ببینم اینجا روی مردم تیوی هستیم، پس من اینجا از مردم تیوی حالا باید با یه مشتی پیر مرد از لحاظ تکنیکی عقب افتاده، حالا اومدیم رسیدیم به قرن 21، این همه تکنیک رو یه دفعه باید با سرعت یاد بگیریم. خب یاد میگیریم، اگه یه روزی بگیم ما دیگه نمیخوایم یاد بگیریم، اون روز روزیه که مردیم و مغزمون دیگه همونجا بسته شده، در گوش و چشم و عقل و هوش رو میبندیم و میگیم و سلام، من دیگه یاد نمیگیرم، من دیگه نمیخوام. بذارید این شماره تلفن و اینها رو هم بذارم، ما برعکس تلویزیونای ایرانی و اینها، تو یه نامه میخونم، یه نفر گفته آقا بازم درود به شما که پاسخ میدید. یادم میاد خانم لیلا میلانی هم همین عقیده رو داشت که ما در بین رادیو تلویزیونای ایرانی میشه گفت تنها کسی هستیم یا یکی از اونایی هستیم که سریع پاسخ میدیم و اینها. و بذارید این افکت 3 که آدرس مردم ریپورت هست، اگه یه وبسایت به اصطلاح پورتال خبری بخواید درست کنید، مردم ریپورت رو که ما از سال 2009 تا حالا داریم میتونیم به شما ترانسفر کنیم، منتقل کنیم، یکی پس از دیگری این پیام ها داره میاد و ببینیم که چه هست. این هم از این. خوشحالم که یکی از دوستان بالاخره ببینیم از در دوستی میخواد در بیاد، چون بهش گفتم من دیگه خسته شدم از اینکه شما رو مثل یک دوست و یک انسان شریف به اصطلاح تریت میکنم و از این به بعد مثل اینکه باید چون آدم بدی هستی و سعی داری بد باشی ما هم با تو بد رفتار کنیم.
در صورت تنها تلویزیونی هم هستیم که شماره تلفنمون رو می نویسیم، تکس، پیام، مسیج، نامه، هر چیزی شما میتونید داشته باشید. آدرس ایمیل خودم رو بذارید از اینجا بردارم و آدرس آسونی بذارم به اسم info@mardomtv.com. چرا؟ چون من امروز به یکی از دوستانم گفتم که اینایی که وبسایت خودشون رو دارن باید حتی ایمیلشون رو هم آسون کنن. مثلا من اگه شما بنویسی sorbi@mardomtv.com ایمیل شما به دست من میرسه، اگه بنویسی info a b هرچی به دست من میرسه. ولی اگه من یک کسی رو اینجا داشته باشم استخدام کنم به نام آقای x یا خانم y، ایگرگ میگفتیم در ایران، برای اون یه ایمیلی درست میکنم و مثلا میشه خانم x@mardomtv.com. این دوتا حسن داره. اولا اگه کسی میاد کار میکنه برای شما و میره، وقتی از اینجا میره دیگه تمام اینفورمیشن و آدرس شما رو نمیبره و مردم هم با ایمیل اون دیگه کاری ندارن، یعنی همه چیز در اختیار شماست. و حسن دیگهش اینه، من امروز با یک کسی، یه دوستی در تماس بودم و بذارید به این بگم I'm on live TV, I will call you after my show, thank you. Anyway، با یه دوستی داشتیم به قول معروف کلکل ایمیلی میکردیم و من متوجه شدم، چون این بلا سر خود من اومده، وقتی از این تلفن کوچولو شما استفاده میکنید، مخصوصا جیمیل که من کار میکنم، دیدم اینجوریه، ایمیل ها رو روهم سوار میکنه. یعنی شما ایمیل رو که باز میکنید به این صورت، اینا که ورق بازی میکنن دیدن، وقتی میخوای همه ورق ها رو ببینی اینجوری اینجوریش میکنی و ورق ها میره بالا، ولی شما گوشه هاش رو مثلا میبینی که میتونی بخونی که مثلا این آسه، این دعلوه، این فلانه، ولی حقیقتا داخلش رو نمیتونی بخونی. ایمیل این کار میکنه و بهتر اینه که با کامپیوتر یا با لپتاپ، با یه چیز بزرگتر، مخصوصا ماها که عینک باید بزنیم و کامپیوترمون هم انقدر باشه، با اون باشیم که گم نکنیم ایمیل ها رو. و یکی دیگه از چیزها اینه که وقتی هی جواب میدیم، جواب جواب جواب، بعضی از این ایمیل ها این وسط پرت میشه این ور و ور و پیدا نمیشه. در هر صورت اینا چیزهایی که من در حین روز و کار با دوستان بهش برخورد میکنم و سعی میکنم به شما هم منتقل کنم. امیدوارم که این اینفورمیشن ها یا اطلاعاتی که میدیم مورد استفادهتون قرار بگیره و شما هم به همه منتقل کنید. میگن که هم زود پاسخ و هم مرتب و منظم با تاریخ و ساعت روز در برنامه تلویزیون مردم و بایگانی خوب از تلویزیون مردم. آفرین زرین خانم زری تناز تنازی، شما باز آمدی و به اصطلاح چی میگن، نمک ریختی رو زخم ما. وقتی شما اینجوری میگید من همون موقع یادی میفتم که خب ما که اینقدر خوب و مرتبیم، چرا شما اون وظیفه خودتون رو انجام نمیدید؟ حالا نگیم وظیفه، چون وظیفه آقای آریانپور به خوبی توضیح دادن که وظیفه موقعیه که شما در قبال پول، دستمزد، هر چیزی یک کاری رو ازتون بخوان و انجام بدید. خدمت اونیه که خودتون داوطلبانه انجام میدید، ولی ما نمیتونیم به شما بگیم خواهش شما بیا به ما خدمت کن. اسمش رو گذاشتیم همت عالی و حمایت کردن. لطف کنید حتما با حمایت کردن خودتون همت عالی خودتون رو به ما نشون بدید، ما رو دلگرم کنید که در برنامه‌های آینده بیاید. من سعی می‌کنم خیلی دستمو اینجوری اینجوری نکنم. دلیلش اینه که مخصوصا ما که دستمون بزرگه و اینها، وقتی جلو صحبت می‌کنیم اینها، برنامه قبلی با آقای غفور فتاییان بودم، من همیشه بهشون میگم غیور و میگه آقا من غیور، اسمم غفوره، میگم خب خودت غیوری. در هر صورت و دیدم که این دوستان مثلا در 45 دقیقه یک ساعتی که با ما هستن، ما شروع میکنیم ست میکنیم، تصویر رو میدیم به کامپیوتر و اینها، بعد میبینیم ایشون صحبت که میخواد بکنه میاد جلو، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه. اینی که من میخوام یه فیلم کوتاه درست کنم که یکم به دوستانی که قراره باشون مصاحبه کنیم بگیم که چگونه بهترین مصاحبه رو داشته باشیم. مثلا اجازه بدید من الان پشت اینجا رو تاریک کنم. ببینید وقتی که پشت تاریک باشه، سیاه باشه، رنگای تیره باشه،
اون سابجکت موضوع یا اینجا تلنت هم میگن به هنرپیشا و مجریا و اینا، اون بیشتر مشخص میشه، چون اینجا هیچ چیز دیگه ای نیست که حواس شما رو پرت کنه. مثلا اون سه تا تلویزیون اون کنار نیست که حواس شما رو پرت کنه. اوکی ببینید اینجا این سه تا تلویزیون، این چهار تا تلویزیون و مانیتور نیست که حواس شما تو این باشه ببینید که الان میخواد یه زن سکسی نشون بده یا نه، یا یه رقص عربی. این مجسمه اینجا نیست که شما ببینی که میخواد مجسمه نادرشاه یا نه، من هستم و شما. حالا بعضی وقتا خب دوستان این امکاناتو ندارن، ما که نمیتونیم همه رو مجبور کنیم بگیم شما باید حتما به اصطلاح یه استدیویی داشته باشی، $1000 بدی پول این برنامه اینجور و اونجور. ولی یه ویدیو براشون میفرستم که یک خانمی خیلی ساده یاد میده وقتی شما میخواین برنامه ویدیو ضبط کنید، حتی با فامیلتون تماس داشته باشید، از چیزای موجود استفاده کنید، مثلا از نور طبیعت. برعکس نشینید پشتتون به دریچه باشه که شما مثل سیاه قلم بشید، آمریکایی ها میگن سیلوئت، به روی پنجره بشینید که نور روز رو که بهترین نوع روزه استفاده کنید. اگه دیدید زیاده با یک چراغ روشن کردن این بر تنظیمش کنید. بعد خودتون اگه دیدید صدا خوب نیست، شما از وسایل کوچولو استفاده میکنید و اینها، گوشی و میکروفون بذارید، سیم گوشی و میکروفون رو از زیر پیرنتون رد کنید یا احتمالاً از پشت. اینا جذاب میکنه برنامه رو و امیدوارم بتونم این کار رو انجام بدم. الان چند هفته است به دوستان میگم ولی تا امروز نتونستم. خب دوشنبه گفتیم 9 جولای 18 تیر ماه، بریم ببینیم که بله آیا شما خودتون ایمیل ها رو میخونین یا منشیتون میخونه یا خانمتون میخونه یا بچهتون میخونه، و مردم وقتی این ایمیل پاسخ داده میشه نمیدونن که حالا شما هستی یا یه نفر از طرف شما که اجازه داره. به نظر من این رو میشه خیلی ساده درست کرد، ولی اجازه بدید من یک داستانی رو تعریف کنم که خیلی جالبه. امروز چون من راجع به این دوستم علی آقا صحبت کردم، 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از برنامه که با کانون آوا بودم ایشون زنگ زد بعد از ماها، و میگن تلپاتی یا این قدرت مغز و تماس از طریق مغز، در صورت ممکنه اونجوری باشه. این دوست ما سالها پیش اینجا بیزینس خودش رو داشت و چون خودش مشغول کار و کارگاه و اینها بود، همسر ایشون مسئول کامپیوتر و احتمالاً بیل و کلنگ و اینها، به شوخی این صورت حساب و اینا رو تو آمریکا میگیم بیل و کلنگ، اینها بود. و خب ما هم که نمیدونستیم که مثلا ایشون به اسم علی آقا ایمیل میفرستاد، بعد ما یه چیزی که میفرستادیم منتظر میموندیم، بعض وقتا شوخی های بد بود، شوخی های مردونه بود، اینها منتظر میموندیم، جوابی نمیشنیدیم. اینها آخر هفته که میگفتیم که علی آقا اون ایمیل رو دیدی، من بهت گفتم اگه میای مثلا بریم فلان جا فوتبال نگاه کنیم، حالا من که نمیرم ولی اینجوری. بعد میگه نه من ندیدم، و میگه که خب من که ایمیلام باز نمیکنم، خانمم باز میکنه. گفتیم بابا جون خب اگه خانمت باز میکنه باید به شما بگه این ایمیل در رابطه با کار کارگاه و صورت حساب و ماشین و تصادف و فلان بود، این ایمیل مال شماست، خصوصیه و شما جواب بدید. ضمناً اگه ایمیل شما رو خانمت باز میکنه و به من جواب میده، من که علم امامت ندارم، حالا امامامون هم خیلی عاقل نبودن بفهمن، این اصلا علم وجود نداشته، من که نمیدونم اون داره به جای شما جواب میده، این وظیفه اخلاقیه که ایشون اسم خودش رو بذاره، بنویسه اون زیر و بنویسه سربی ایمیل شما دریافت شد، علی آقا در کارگاه مشغول کاره، من میگم بعدن به شما جواب بده، یا ایمیل قشنگی بود ولی من همسر علی آقا هستم. متاسفانه دلیلش هم اینه که ما دیر آشنا شدیم. خود من تا 20 سال پیش اصلا ایمیل یعنی چی؟ ایمیل هم نمیدونستیم چی، در اصل که این یه تکنیکی که سالها قبلش بوده، بچه‌هایی که جوان‌تر بودن تو دانشگاه اینجا درس خوندن داشتن و اینها بمانند. ولی ما حالا که میایم اگه یه کسی بهمون میگه بعضی وقتا مقاومت میکنیم، hesitation یعنی مقاومت کردن در خودداری در برابر اون چیز.
خب ولی یک کردیت رو اعتبار بدیم به اونایی که خودداری نمی کنن. اگه یه نفر انتقاد میکنه اونو درست میکنن و میگن اصلا تعجب میکنم که اون روز تا حالا چرا دوستای ما به ما اینو نگفتن. حالا به فکر خودم نرسید، بعض وقتا آدم چون وسط کاره ممکنه متوجه نشه، ولی چرا دوستان دیگه نگفتن. یکی از اونها اندیشکده داد نت هست. یادتونه من دو سه بار تو برنامه خواستم اینو به شما نشون بدم، بعد تا بازش میکنم صدای موزیک بلند میشه و اینها، من میگم خب حالا ولش میکنیم بعدن میریم سراغش. وقتی من اینو گفتم بعد دیدم که اندیشکده این دوستان که فکر میکنم کسایی هستن که وب مسترن، سایتشون رو درست میکنن، کسی هست که به اصطلاح به عنوان سخنگو هست، کسی هست بالاخره یه سازمانه، یه ارگانیزیشنه. ولی من با آقای لادن صحبت کردم، یعنی گفتم آقای لادن این موضوع رو به اصطلاح به اونها گفته و بعد برای من نوشتن که اون موضوع هم موضوع این موضوعه، اینو آقای انصاری به غلط میگه، بعضی چیزا مثلا مایه بعد میگه این مایه غلط، این رو ایشون نوشته بود که درست شده، من الان بهتون نشون میدم. اگر شما برید اندیشکده.net که هم به انگلیسی داره هم به فارسی داره، قبلا وقتی باز میشد اون ویدیویی که این به اصطلاح اوپنینگ برنامهشون اوپنینگ وبسایتشون بوده شروع میشد با صدا و اینها. یکم برای ماهایی که ممکنه توی یک محلی باشیم که آمریکایی‌ها هستن، برای افرادی که ممکنه سر کار میخوان گوش کنن اینها، به نظر من جالب نبود و وقتی من این رو گفتم این دوستان درستش کردن. امروز صبح وقتی رفتم چون به من گفتن یه ایکس داره، اون ایکس رو اگه بزنی کات به اصطلاح قطع میشه، این عکس ایکس میدونید، شما هر وقت هم میخواستید بگید یه چیزی اوکی، یه چک مارک میزنید، هر وقت میخواستید بگید یه چیز باطل روی ضربه در میزدید، در صورت این ضربه داره. الان که منتظر هستم این ویدیو باز بشه تا به شما نشون بدم، اجازه بدید select area for اینجوری بیاییم اینجا. آهان، امروز یه اشکالی هم که من اینجا متوجه شدم چند تا از به اصطلاح سرورهای ما توی مناطقی هر چی چیز میشد ارتباط برقرار نمیشد. نمیدونم که مشکل اونها، چون اینها سرورهای مختلف دارن، هم تو کانادا اونی که ما ازشون ویدیو استریمینگ میخریم و هم توی بگید کالیفرنیا. ببینید الان اصلا اون ویدیوی دیگه باز نمیشه اینجا و اگرم باز میشه صدا نداره و این خیلی خوبه. ببینید ویدیوها رو گذاشتن ولی مثل آقای خامنه ای آتش به اختیار نیست، آتش به اختیار شماست. حالا اونم بی خود گفتم اینجا، اصلا موضوعش این نبود. ببینید میاید اینجا، شما میخواین اینو گوش کنید، نگاه کنید، اینو کلیک میکنید، نمیخواین میان پایین تر یه ویدیو دیگه هست و الی آخر. من فکر کنم اون کاری رو که انجام داده بودن قبلا اون سایت های به اصطلاح چیز این کار رو انجام میدادن که وقتی شما میزدی یه موزیکی شروع میشد و به اصطلاح یک ویدیوی نشون داده میشد و اینها، ولی همین چون همه میخوان، همه که نه بیشتر میخوان سر کار داشته باشن، اینو میخوان مردم دوست دارن این روزا خودشون بیشتر کنترل داشته باشن، به نظر من این کنترل به اختیار خودمون یا بیننده بهتره. ببینید باز اینجا داره میچرخه، من نمیدونم که میخواد اون ویدیو رو باز کنه یا چیز، ولی باز اینجام همینه، این ویدیوها به اختیار شماست و اگر شما اون برنامه‌ای رو که من گفتم به اصطلاح دارید که بذارید من این تصویر سفید اینجا رو بذارم، یه بار دیگه راجع به ویدیو و بک‌گراند براتون صحبت کنم. الان که این عکس ها پشت سر شما هست، شما چه بخواین چه نخواین 40-50% توجه شما میره اینجاها، چون اونا از من بزرگتره. ولی من اگه اینو عوض کنم و بیام پلیر دو پشت سرم این باشه، من هستم و تا هستی، گفت چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، چون تصویر پشت برود من میمونم و شما. ولی نگاه کنید، اگر شما بری بشینی
پشت یه دیوار یا دیوار پشت سرید یه چیز باشه، بگید دیگه، یک صفحه سفید باشه، دیوار کرمی رنگ باشه. ببینید حالا چه تصویر بدی رو اینجا به شما میده و میگن واشت به اصطلاح، مثل شست شده. حالا میدونید بعضی جاها شست شده و تمیز خوبه، ولی همه جا خوب نیست. شما این سیاه رو مقایسه کنید با من، حالا براتون سفیدش میکنم، ببینید چقدر فرق میکنه. اجازه پلیر کامرایس، نه پلیرس، کامرایس. ببینید اصلا اگر یک نفر نیم ساعت برنامه منو ببینه، بعد چشماش از طریق این نوری که منعکس شده خسته میشه، در صورتی که اگر من اینو مشکی نگه دارم که واقعا بهترین تصویر این بیچاره چارلی روز در بدر شده، همیشه پشت سرش سیاه بود، هیچی نبود، ساده ترین دکوره. یه رنگ مشکی اسپری میکنی یا اینکه یه پرده مشکی میزنید اونجا. این از این. حالا من ببرمتون تو این اتاقی که جمهوری اسلامی برای ما ساخته با این همه خرج و مخارج و اینها. یکی دیروز تماس گرفت با من صحبت میکردیم، گفت کجا هستی؟ گفتم سر کار هستیم. هستم. گفت ای آقا شما، ما فکر میکردیم جمهوری اسلامی بهتون پول میده و اینا. گفتم نه دیگه، شماها رفتید رو دست ما بلند شدید، قیمت ما رو شکستید، به شماها امروز میده، ما مجبوریم کار کنیم. این زبان تلخ و طعنه زدن ما ایرانی ها، خود منم هستم متاسفانه، کی میشه که به اصطلاح بیایم با هم مهربونتر باشیم و بیایم حرف خودمون رو بزنیم؟ من نمیدونم. یه هنرمندی هست، آقایی به نام حمید مرتضوی، بذارید اصلا اسمشو بیارم، میخوام براتون بگم که من اسم این دوستان رو هم حتی یادم نمیمونه و بعضی از اینا فکر میکنن حالا مثل پسر خاله و پسر عمو و والا. آقای مرتضوی، حمید مرتضوی پور، و من به ایشون احترام میذاشتم و هنوزم میذارم، چون فکر میکردم ایشون هنرمنده، هنرمندا از یه روح لطیف. یادتون باشه هنرمندا یک زبان بیشتر از من و شما میدونن. حالا این زبان اگه خوندنیه، زمان همون نوت نوشتن و نوت خوندنه، اگر نه همین که آهنگ میزنن، یه زبانیه که ارتباطش هم از همه ماها بهتره. یعنی اینا با هر زبانی میتونن ارتباط برقرار کنن. یعنی آقای مرتضوی که فکر کنم گیتار بیس میزنه، وقتی گیتار بزنه ممکنه با اون هندی که نشسته اونجا ارتباط بیشتری برقرار کنه تا من ایرانی که نشستم اینجا. ولی بذارید، چون به ایشون گفتم امروز روی میز تشریح میخوابونمش، من صفحه ایشون رو نشون بدم، یک تبلیغ مجانی، و میبینم که آهنگ هتل کالیفرنیا، هتل کالیفرنیا رو تا چند سال پیش به خاطر اینکه میگفت اونجا هر چیزی بخوای، هر موادی بخوای پیدا میشه، تو رادیوها ممنوع کرده بودن، نمیذاشتن به اصطلاح دی جی ها اونو پلی کنن، ولی الان میذارن. هتل کالیفرنیا آهنگ خیلی خوبی هست و اینها. فکر کنم پینک فلامینگ اینم کیه اون میخونه، من خیلی تو موزیک و اینا نیستم. این آقای حمید مرتضوی پور، ما یک عکسی از ترامپ، اولا این آقا با همه هنرمندیش به من نشون داد که مغزش بزرگ و باز نیست و هنوز سیستم اینو نمیدونه. اولا این عکسی که اینجا هست شکل آقای بردیا جعفری، دوست خوب ما، و بردیا هم گاهی وقت گیتار میزنه، تار میزنه، ولی اونم مثل من خیلی دنبال هنر و اینها نیست. ببینید ما یه عکسی من یه عکسی گذاشتم رو صفحه خودم که از یه جای دیگه دیده بودم، که یک خانومی داره با دستگاهایی که یه چراغوبه کوچولو هست تو گوشتون رو نگاه میکنن، تو بینیتون رو نگاه میکنن، وقتی میرید دکتر به اصطلاح چک میکنن که گوشتون سرخ نباشه، ورم نکرده باشه، بینیتون خون ریزی نداشته باشه، هرچی. و این به شوخی نشون داده بود که این نوری که افتاده اینجا مثل پرده سینما عکس پرچم اسرائیل یا یا ستاره داوود رو انداخته بود روی دیوار. خب ما اینو گذاشتیم. آقای مرتضوی هم آزاده بیاد نظرشو بگه مثل یک انسان شریف، و این کار کرد. اول آمد نوشت که این که خوبه، خمینی وقتی اینو میذاری از دوتا سوراخش به اصطلاح این ور این میاد، اون ور اون میاد، این دوتا سوراخ رو تموم کرد. و یه چیز دیگه گفت، گفتم آقا مگه این خامنه ای؟ گفتم مگه این خامنه ای چند تا سوراخ داره؟
وقتی که اشتباه میکنن به جایی که بنویسه ببخشید من اشتباه کردم، من حماقت کردم، نوشتم دو تا ولی اینجا سه تا رو گفتم، به شما حمله میکنن. گفت که آقای سربی شما که دیگه بهتر میدونی، شما که هم فکر خامنه ای هستی. بهش میگم آخه مرد عزیز، من که به تو اینقدر احترام گذاشتم، تو چرا توهین میکنی؟ بعد امروز آمده برای من نوشته که نگاه کن به من گفتن من پسر عموی مرتضوی هستم، سعید مرتضوی توی ایران چنین و چنان، تازه دوستاشم گفتن. گفتم خب چه فرقی داره همین حماقت و خریت و بلاهتی که اونها درباره شما انجام دادن، به جایی که شما توقف بدین و انجام ندید، شما همین کار رو برای من انجام دادید. بعدم میگه آقا تو ایران داره انقلاب میشه، شما چسبیدی در کون ترامپ. اولا من روبروی ترامپ وایسادم با شهامت، با جرأت بهش میگم ترامپ تو شالاتانی، دروغگو هستی، زنباره هستی، آدم کثیفی هستی، آدم پلیدی هستی، خانوادت هم پلیده. شما هستی آقای مرتضوی که چسبیدی دم کون ترامپ، و برو تو آینه نگاه کن، قولت میدم که دماغت قهوه‌ای باشه. این براون نوز یه چیزی که آمریکایی‌ها میگن. در صورت آقای مرتضوی هر وقت فکر کردی که انسان شریفی هستی و میتونی صحبت کنی و نظرات خودت رو بگی و توهین نکنی که منم به خودم اجازه بدم بهت توهین کنم، ما اتفاقا وقتی گفتی من ریچموندم گفتم ای بابا پس همین همسایه خودمون هستی. اتفاقا ریچموند پایتخت کشور ویرجینیا، شما میدونید این ایالات متحده آمریکا واقعا همون حکومت شاهنشاهیه. شاهنشاه ما الان این عقب افتاده ترامپه، ولی ما هر کدومون شاه خودمون رو داریم. حالا شما میگی فرماندار، شما میگی گاورنر، شما میگی استاندار، بگو، ولی این 50 تا کشور مستقله و هر کدومش شما از این خط که میری نوشته به اون خوش آمدید، اون خوش آمدید، بودجهشون معلومه، همه چشون آسفالت که میخوان تعمیر کنن معلومه و بمانند. ما کاری به ایالات متحده آمریکا نداریم، ولی کار به ببخشید بیشعوری، خریت، نفهمی خودم و دوستانی مثل آقای حمید مرتضوی پور داریم که هر وقت خواستن تشریف بیارن مهمون ما باشن و بگن به من چرا به خودشون اجازه میدن به دیگران توهین کنن. آقا من الان ایران نیستم، من آمریکا هستم، من نگران آمریکا هستم که آقایی که ویدیوش هفته پیش نشون دادم ثابت میکنه این مرتیکه فاسد پلید شالاتان با ملاهای اطرافش دارن آمریکا رو به طرف سرنگونی مذهبی میبرن. اون وقت شما نشستی تو ریچموند میری گیتار میزنی، برات هم نوشتم من نمیدونم شما دوا میکشی، مشروب میخوری، گفتی نه من هیچی هیچی، اوکی خدا کنه اینجوری باشه. ولی مرد حسابی شما نگران 120 مایل 90 مایل چقدر 90 مایل ریچموند تا اینجا با اینجا نیستی، نگران اون ور آبی، بعد اسم خودت گذاشتی فعال سیاسی. آخه شما چی گوی خوردی تا حالا که سیاسی فعالش بودی؟ چه غلطی کردی برای ایران؟ شب میری اونجا گیتار میزنی، نشه میشه، میری میافتی میخوابی، فردا صبح دوباره بلند میشی به این اون فوش میدی. شما بودی که به من اجازه دادی امروز بهت بگم چه گوی خوردی، شما بودی که به من اجازه دادی بهت بگم دماغت قهوه‌ایه چون در کنه ترامپ هستی. تا دیروز من به شما احترام گذاشتم، پس به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. اون تازه کوه سنگه، تو بهش میگی قرمساق، اون بهت میگه قرمساق 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 قرمساق. اون وقت توقع داری بیای به من فوش بدی، تهمت و توهین کنی، ساکت باشم؟ چقدر احمقی. از امروز تصمیم بگیر آدم خوبی باشی. خیلی ممنون، شما نوشتی من دیگه اینجا کامنت نمیذارم. گفتم وای چی میشه اگه شما کامنت نذاری، من از امشب باید با پای برهنه بخوابم، چون تا دیروز دو تا پوتین میپوشیدم میخوابیدم. کامنت نذار، کامنت بذار. شمایی که 90 ما، شمایی که 1 ساعت نیمه ما هستی، چه کمکی کردی برای ما؟ اون شعره بود میگه تو چه تاج گلی بر سر مردم زده ای که حالا میخوای امروز تکی و اما تکی. آقای رضا مشایخی آدم خیلی جالبیه و واقعا ماها اشکالمون اونجاست که وقتی یه چیزی رو دروغ میگیم مجبوریم یه دروغ دیگه بگیم که این دروغ تکمیل بشه، یه دروغ دیگه بگیم اون یکی تکمیل بشه و الی آخر دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. آقای رضا مشایخی آمده یه ویدیویی گذاشته
بذارید من بهتون نشون بدم که توی این ویدیو درباره خانم معصومه چیه که اسمش گذاشته مسیح علی نژاد صحبت میکنه و به مردم یه نکته ای رو میگه که اینو من بارها گفتم و قبول دارم و اینو درست میگه. میگه ملتی که شما میاین این میگه کمپین فلان، جنبش فلان، همه تون میریزید اسم میسین فلان، اینا که خودشون رسوندن به انگلستان و آمریکا، دارن حقوق میگیرن، حقوق پناهندگی میگیرن، نفت کار میکنن، زیر آبی کار میکنن، هر کاری دیگه بگی میکنن و این ور اون ورم دارن حقوق میگیرن. شما بیچاره ها هستین که حتی وقتی که اینو مینویسی دستگیر میشی، زندان میری، باز منبع درآمدیه برای اینها. حالا اینو شما داشته باشید، ولی آقای رضا مشایخی کجا اشتباه کرده؟ بذارید من این صفحه رو بیارم، مردشور این فیسبوک رو ببره که قبلا خوب بود، هر روز به جای این که بهتر بشه هی بدتر و بدتر میشه. الان دیگه قسمت مسنجر شما وقتی میرید داخلش دیگه نمیتونی بگی منو ببر تو مسنجر باز کن. چی بگم، اونایی که نمیدونن میگن آقا ولمون، ما که نمیدونیم. حالا روشن میکنیم ببینیم آقای رضا مشایخ چی میگه. اینم یه تبلیغ مجانی، ایشون مایی 500 دلارش به سازمان مجاهدین میده ولی ما براش چپ و راست تبلیغ میکنیم، کتاب مینویسه تبلیغ میکنیم، فوشمون میده، میره آویزون میشه به آقای معتاد مسعود امینی، ما براش تبلیغ میکنیم، ولی وقتی کتابش چاپ میکنه میگیم اگه میخوای بیا اینجا آگهی بده تا پروموتش کنیم. دیگه اصلا حتی نمینویسه نو تانک یو. اینو از آمریکاییام یاد نگرفته. با هم رضا مشایخی رو ببینیم. دوستان، من خودم در ایران بودم، زندگی کردم و کار سیاسی کردم به صورت انفرادی، به صورت یک. ایشون در ایران بوده، کار سیاسی کرده به صورت انفرادی، گوش کنید، به صورت یک نفره، حتی تأکید میکنه هم به صورت انفرادی هم یک نفره. و اومدم در ترکیه، نتیجهش رو دیدم، هیچ کس شما رو اصلا جواب تلفوناتون رو نمیده به منزی که از ایران خارج میشید. و وقتی در آمریکا اومدم با تلاش خودم بدون حمایت هیچ کسی از نزدیک دیدم که اینها فقط تا زمانی که تو ایران هستید و به صورت فردی، شما واقعا چرا به صورت فردی جونتون رو به خطر میندازید؟ هموطن عزیزم، شما که رو سریتو برمیداری با مسیح علی نژاد در تماس هستی، شما که با روی استارت آقای حسین محمد حسینی در تماس هستی، یک نفر کار میکنید جونت رو اخرن. اینها میدین شغلشون چیه؟ از دستگیری شما و بازداشت شدن شماها رو اینجا گزارش میکنن و پول دریافت میکنن، پولهای بالای گرون، برای سرها 200,000 دلار رو دریافت میکنن و شما به خارج میشید ببینید چه اتفاقی. اصلا جواب تلفناتون هم نمیدن، باید کار گروهی باشه. اولا جالبه که نرخشو میدونه چه پولایی میگیرن، دوم اینه که اصلا حرفی از مجاهدین نمیاره. اگه شما با سازمان مجاهدین تماس بگیرید، اسمتونو میگن فلانی از نمیدونم گچساران انقدر کمک کرد، اونا خطری نداره. مسیح علی نژاد خطره، این دیوانه دلقک محمد حسینی خطره، دیگران خطره. ولی اگر فعال سیاسی هستید، تک نفره هستید، یک نفره، بعد آقای رضا مشایخی شما یادت رفت شما قبلا میگفتید با پدرتون فعالیت میکردید، حالا گفتید تک نفره. این از اونایی که مامورای ایمیگریشن میان سراغتون میگن آقا اون چیزی که تو پناهندگی نوشتی، این ویدیو روبروش وای میسه، اون چیزی که تو پناهندگی نوشتی، من گروه های 20 نفره داشتم، رهبر بودم، فلان بودم، این ویدیو میگه شما تک نفره بودید، هیچ اشکالی هم نداشتید، به سلامتی هم رفتید ترکیه. یادتونه اون داستانی که کلاس دوم یا سوم بود میخوندیم که یک لاک پشتی دوست داشت پرواز کنه، دوست بود با دو تا مرغابی. این مرغابی ها وقتی می اومدن می نشستن، این میگه خوش به حال شما که شما میتونید پرواز کنید. این بیچاره ها دلشون سوخت برای این، فکر کردن اون مرغابی ها فکرشون از من و آقای مرتضوی و از این مشایخی بهتر بود، گفتن کاری نداره که دوست عزیز، ما یه چوب میاریم، یه سرش من میگیرم، یه سرش شما بگیر، اون دوستمون میگیره، شما هم وسطش رو بگیر، ما میدویم و پرواز میکنیم، شما هم بیا بالا ببین اون بالا چه خبره.
حالا مجسم کنید این بدبخت کاسه پشت، شیرازی ها میگن کاسه پشت چون یه کاسه ای به پشتش، این لاک پشت وقتی میره بالا این چوبو گرفته کجا رو میبینه؟ فقط هوا رو میبینه، ولی اونا مهم نیست، اینا داستانه. این آقا لاک پشت رفته بود بالا با شور و هیجان داشت نگاه میکرد و اینها، یه نفر از اون پایین مثل من فضول محله گفت ای نگاه کنید لاک پشتم امروز داره پرواز میکنه. این لاک پشت مثل آقای مشایخی، مثل آقای مرتضوی، مثل سربی دهنگوشاد طاقت نیاورد و از اون بالا فریاد زد نمیدونم تا کور شود هر آن که نتواند دید. فکر کنم این از اونجا اومده، تا کور شود هر آن که نتواند دید. خب دهنشو باز کرد حرف بزنه، چی شد؟ چوب سازمان مجاهدین و دروغ پناهندگی و اینها، اونا پرواز، این آقا با قالب افتاد زمین و نابود شد. دیروز رادیو گوش میدادم گفت یک لاک پشتی یه سگی بهش حمله کرده، این لاک پشت تو خونه بوده، مثل که پت بوده، تو آپارتمان بوده، همینجور آمده از دست سگ فرار کنه، از طبقه دهم افتاده و لاکش شکسته. یه نفر کنار خیابون دیدش این با وضع بدی زندگی میکنه، حالا دیگه هوملس شده، لاک نداره، ورش داشته برده با چسب و باندیج و اینا درست کرده. یه نفر دیگه دیده آمده روی فیسبوک عکسی گذاشته و $4,000 پول جمع کردن رفتن جراحی کردن یه لاک قشنگ و خوب براش درست کردن، حتما با پشم شیشه و اینا. مثل میدونید نصف ماشین شما این روزا پشم شیشه است، شما فکر نکنید فقط آخوندا هست پشم و شیشه، یه طرف مشکی پشم یه طرف سفید شیشه. در صورت اینم ماجرا. ولی امروز درباره آقای بابک هروی صحبت کردم، ممنونم ازش، فیلمش رو نشون میدم. لطف کنه بابک لینک این فیلم رو روی هم برنامه زنده من روی مردم تیوی بذاره، هم برنامه زنده من روی صفحه شخصی خودم، و آقای مشایخی یکم بیشتر فکر کنه، فوری فوری هیجان زده نشه، در پی جواب دادن به من بر بیاد، تو ممکنه تو اون جوابت هم من یه چیز دیگه پیدا کنم. calm down relax. ولی اگه خواستی صحبت کنی درباره این ویدیویی که گذاشتی با هم صحبت میکنی. خب آقای بابک ایروی بچه تهرونه، آقای حمیدرضا حمید مرتضوی نمیدونم بچه کجاست، این آقای مشایخی هم بچه فکر کنم یاسوجه. در هر صورت برم یه کم نزدیکتر، میدونید من مثل سگ نازیاباد هستم، قریب خودی حالیم نیست و پاچه همه رو میگیرم. بریم سراغ افشین عبداللهی. افشین عبداللهی یه ویدیوی گذاشته، خیلی آدم خوبیه، اولا با وجودی که من قبلا چندین بار با ایشون مشکل داشتم موقعی که رفته بود تو ایران آریایی و اون موقع ایشون تو شور و هیجانی بود که متوجه نبود، بعدن فهمید که آقا این ایران آریایی نه ایرانی است نه آریایی، و اون دوستانشون مثل آقای منصور اوسانلو اینها همه فکری هستن که از این نمد کلاهی بسازن. الان آمده خیلی قشنگ مستقل خودش و خانومش کار میکنن، کارهای قشنگ و خوب. یادم افتاد وقتی ویدیوی ایشون رو دیدم، یه روزی آقای جلیل بهار اول، یه دفعه هم آقای پرویز مینویی، اینا دیده بودن هر کسی میاد یه پرچم $2 هم خریده گذاشته اینجا و گفتن که پرچم ایران رو بذارن پشت سرشون. آقای پرویز مینویی که از تگزاس هر کاری ایشون خودش میخواست انجام میداد، ما فقط تصویر رو رله میکردیم و پخش میکردیم، ولی آقای بهار اینجا اون موقع داور بود، بعد پسرش کمکش میکرد و اینها، یه پرچمی گذاشته بودن پشت سرشون که این پرچم شیر و خورشید، من اگه بتونم حالا یکیشو پیدا کنم بهتون نشون میدم. نمیخواد، خودتون میتونید تصور کنید، بذارید برای که مغزتون راحت تر باشه و بتونید تصور کنید من این صفحه مشکی رو به شما نشون بدم، پلیر دو. بله، و الان چشمتون رو ببندید فکر کنید من آمدم یه پرچم ایران گذاشتم اینجا، حالا برای که با وجودی هم از ملاها حقوق میگیرم ولی نشون بدم که نه ساده دل من با ملاها نیستم، میخوام پرچم شیر و خورشیدی که اصلا تاریخش هم نمیدونم این شیر و خورشید اسلامیه، نمیدونم مال حضرت علیه، مال قاجاره، همینجوری نشون بدم. فکرشو بکنید، چون خودم دلا سلا هستم این وسط نشستم، پرچمو که میذارم کله من میره جای
شیر، بدن شیر، و از این گوشم دم شیر میاد بیرون، از این یکی سر شیر میاد بیرون. حالا آقای عبداللهی یکم یه بری نشسته، سر خودش رفته به جای سر شیر و دم شیر مثل ضحاک ماردوش از اینجاش آمده بیرون. دوستان تو رو خدا اگر میخوای کاری بکنی آقای عبداللهی، مخصوصا شما که هم امکاناتشو داری هم به اصطلاح دانش این کار رو داری، بذارید من الان اینجا یه تصویر بهتون نشون بدم. اینجا بنویسم Persian flag، ماشاءالله یکی و دوتا هم که نمیاد، 100 تا رقم میاد. حالا من مثلا همین دم شیر و اینها رو براتون اینجا میذارم، نوشته 10 دلار پرچم بخر 10 دلار. فکر شو کنید بذارید اینجوری این عکس رو هم براتون یه جوری ثابت کنم. امروز داریم درس تکنیکی ویدیو و اینها میدیم، اب ندار. بذارید اینم من برای بابک گرفت بودم بفرستم. نو آره بابک، ایمیلات بر میگرده، ایمیلات یه سیستمی داری که مثل که از یه حدی بلاک میکنه و بر میگرده. بذارید save image از بنویسم 1 2 3 4، این برای 5 6 7، برای کار زود آسون بشه این کار میکنیم، سیوش کردیم. حالا من این عکس رو میارم میذارم اینجا و نشونتون میدم که چجوری ما میشیم ضحاک و نمیدونم میشیم ماردوش و اینها. اینو میارم تو همین پلیر 3 نگاه کنید. خب حالا اینو بزرگش میکنم یه جور دیگه، اجازه بدیم ببین چقدر آسونه. الان رفتم رو وبسایت آوردم اینجا، اگه وسط بشینم که وا مصیبت، میگن آقا بعد اصلا پشتتون به پرچم نباید باشه، آخه شما کی میخوان یاد بگیرین؟ پرچم اگه جلویتونه بغلتونه اینا قانون داره، بهش میگن flag ethics، یعنی اخلاقیات در رابطه با پرچم. اینا رو برین بخونین ببینین اونجا چی گفته چه کار کرده. حالا بذارید من ببینم، میخوام یه جوری این شیر و خورشید و فلان بیاریم اینجا ببینیم چی میشه. این دفعه رو بریم رو کامرای 2. عجب گذاشتمتون سر کارا، نه؟ نه اینقدر من گنده هستم که اصلا اینجوری نمیشه. ولی شما فکرشو بکنید، مثلا من اگه بیام این ور بشینم اینجوری بشینم، این دم شیر، میگن دم خروس از زیر عباش آمد بیرون، این میاد بیرون. اگه برم این ور بشینم شیر شمشیر و فلان میاد. خب اگرم میخواین کاری بکنید بابا جون، برید پیکچر این پیکچر، بذارید بهتون نشون بدم. اوورلی ها رو اینا رو برداریم اینجا بهتون بگیم پیکچر این پیکچر، پیکچر این پیکچر، یعنی تصویر در تصویر. خیلی از شما تلویزیوناتون اینو داره و من اینجا اینم افکت 1 بدم که میتونید دو تا برنامه رو با هم نگاه کنید. اینو میارم اینجا، حالا اینم سیاه بکنم که قشنگ ببینید. پلیر 3 ببینید این سیاه. حالا میخواستم اون پیکچرین پیکچر رو نشون بدم، پرچم رو میاریم اینجا، پرچم پلیر 2 هست. ببینید دوستان این سوربی اگه خواست یه زمانی یه پرچم اینو نشون بده، پرچم رو اینجوری نشون بده. اگه دید کلش اومده اینجا رفته اینجا، این پرچم رو میبینید میگیره هر جا دلش میخواد میچرخونه. ببینید آخه چیه، شما این پرچم رو میذارید اینجا یا میذارید پشتتون یا دمش از گوشتون میاد بیرون؟ یا در هر صورت این چیزی بود که من به افشین عبداللهی گفتم، گفتم شما کلی من رو خندوندی و من رو بردی 18 سال پیش در تلویزیون رنگارنگ، 17 سال پیش 2001 و چند سال پیش در تلویزیون مردم که آقای پرویز مینویی برنامه داشت و همه این از این میاد که این دوستان یه شور و حالی دارن، یه سریشون به خاطر اون شور و حاله، یه سریشون به خاطر تظاهره، میخواد تظاهر کنه که من با جمهوری اسلامی نیستم، یه کاری میکنه یه چیز دیگر رو خراب میکنه. الان آقای رضا مشایخی تو اون مود گیر افتاده، حالا ببینیم چی میشه. و اما اینجا نوشتم 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. خیلی از دوستان تعجب کردن که این آقای لادن نمیگه من دکترم، نمیگه من مهندسم و ما هیچ لقبی نمی‌نویسیم، ما حتی نمی‌نویسیم آقای یا خانمه. دلیلش وقتی شما داری تلویزیون نگاه می‌کنی، داری رادیو صداشو می‌شنوی، اگه مرد می‌فهمی آقاست، اگه زن می‌فهمی خانمه، دیگه احتیاجی نیست بنویسیم آقای امیر حسین لادن. اوکی
حالا اگه یه وقت خواستیم اون ویدیوی جانوره رو نشون بدیم از کانادا، آقای محسن که حالا شده خانم چی تنازم نیست، والا نمیدونم یه چیز نفرین چی میگن جانور، اون موقع می‌نویسیم تو پرانتز هم علامت سوال می‌ذاریم. ولی تا اونجایی که من میدونم آقای امیر حسین لادن پژوهشگر نویسنده است و بعضی ها میگن کنشگر، بعضی ها میگن تلاشگر سیاسی، بعضی ها میگن فعال سیاسی. من چون از قدیم فعال یاد گرفتم میگم فعال سیاسی. شما بگید اولین باری که این کلمه کنشگر رو شنیدید کی بوده؟ یه برنامه بود تلویزیون ایران میذاشت به نام کنکاش، اینا هم رایج نبودن. من سعی میکنم از چیزایی که بیشتر رایجه، شادم تنبلم، چون همین آقای امیر حسین لادن گفتن که ایشون وقتی شروع کرده گفته درود، دیگران هم گفتن درود و حالا داره جلو میره. امیدوارم موفق باشید. ولی من توی حزب آقای هادی خورسندی هستم، گفت آقا ما 60 سال زندگی کردیم همش به مامان گفتیم سلام، تو سریمون هم زدن گفتن سلام، یادت رفت عمود اومد دایید اومد، دیگه حالا سلامی رو که با تو سری یاد گرفتیم دیگه تو رو خدا ولمون کنی. در اصل با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود ساعت 3 بعد از ظهر و درباره آموزش و پرورش صحبت میکنیم، چیزی که ما فکر میکنیم میدونیم ولی بیشتر آموزش رو اشتباه میگیریم با پرورش. ما از پرورش چیزی بهمون یاد ندادن ولی وزارتخانه آموزش و پرورش داشتیم، اداره فرهنگ تبدیل شد به وزارت آموزش و پرورش. یکی از شما برای من بنویسید این پرورش یعنی چی؟ چی بود تو ایران؟ کجا شما رو پرورش میدادن؟ بله معلم ها میگفت دوتا دستت بکن بالا، یه پاتم باکن بالا. بعضی هاشون میگفت دوتا پات بکن بالا که دانش آموزو بهش فوش میداد، میگه خب آقا فلان چی من با فلان جان وایسم؟ شاید این معلم ها فکر میکردن ما رو دارن پرورش میدن، اگه سربی رو تنبیه کنن یک ساعت وایسی جلو بچه ها اینجوری، این آدم برومندی میشه، نمیدونم استواری میشه، نمانه. خب و اما درباره پرورش صحبت کنیم. ساعت 2:55 است. آقای بابک هروی و بختیار گفتم پیام پتیک رو براتون پخش کنم که این پتیک آقای لادن رو هم به تعجب انداخته که یک نفر چگونه اینجوری به اصطلاح هم دقت داره، هم اهل خوندنه، هم اهل پژوهشه، هم اهل تجسسه. تجسس کلمه جاسوسی نیست، جویا بودن و اینها. بشنویم با هم پتیک از کالیفرنیا. پتیک میدونید یه مدت آگهی میداد اینجا هندیمن هر کاری که باشه کمک و اینها، بعد یه آقایی که میگم من پسر تیمسار راد هستم، نمیدونم پسر یکیش اینجا بود یکی دیگه هم کالیفرنیا، این پول ما رو خورد 300 خورده، پول بلیت برنامه خانم مهستی خدا رحمتش کنه، اون احمق هم پول پتیک رو بالا کشید. گوش کنید. یکم من اینا رو آسون کنم، این باید پیام ها رو ضبط کنم که تو سیستممون باشه. کاکو جون سلام، پتیک هستم. ضمن تشکر از آقای لادن در مورد کتاب خودسالاری و درماندگی، صفحه 323 کتاب ایشان را جهت آگاهی شنوندگان شما میخوانم. آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای شکست خورده در جنگ همه چیز خود را از دست داده بود. مثلا آلمان وضع فراکتباری داشت، نه تنها کارخانه و کارگاه قابل ملاحظه‌ای که سالم مانده و تولیداتی داشته باشد نداشت، بلکه اکثر خانه های مسکونی مردم زیر بمباران از بین رفته و به تل خاکی تبدیل شده. خرابه‌ای بود که به قحطی و گرسنگی در آن بیداد می‌کرد. آمریکای ثروتمند تاجر مسلک به نام کمک به مردم و به نام تجدید حیات اقتصادی، اما در حقیقت اگر نگوییم 100% ولی مسلماً با انگیزه نفت‌طلبی در آلمان و ژاپن سرمایه گذاری کرد تا از کارگران متخصص ارزان قیمت آنجا استفاده کنند. بازار آنها را شاید برای مصرف مصنوعات و محصولات خود قبضه نماید و در ضمن ملتی سیر و قوی در برابر کمونیست شوروی علم کند. صرف نظر از هر نوع انگیزه ای که آمریکا برای این کار داشت، بعد از گذشت مدت ناچیزی در برابر تاریخ ملت‌ها این ژاپنی و آلمانی بود که عملا از سرمایه گذاری آن کشور بهره برد و خود را از خاک ذلت بیرون کشید و گرد و غبار فقر را از سر و روی خویش زدود و امروز هر دو کشور از رقبای بسیار سرسخت اقتصاد آمریکا.
در حالی که در تمام مدت بعد از جنگ جهانی تا قبل از انقلاب به استثنای سالهای آخر آن هم جزئی، آمریکا در ایران سرمایه گذاری قابل ملاحظه‌ای نداشته و در نتیجه کارگران ایرانی را استثمار نکرد. ایران هم منحصراً بازار فروش مصنوعات و محصولات آمریکایی نبوده، بلکه بازاری برای فروش فراورده‌های خیلی از کشورهای دیگر دنیا از جمله ژاپن، آلمان، اسرائیل، فرانسه، اروپای شرقی و و بوده است. اما در این حال تقریبا در تمام این قرن گذشته انگلیس و آمریکا حامی و ارباب بیچون و چرای شاه در همه جا بودند و آمریکا تسلط کامل خود را در برابر ارتش و سیاست ایران حفظ کرد و از پایگاه‌های نظامی ایران برای کنترل حرکات روسیه شوروی استفاده می‌کرد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا آمریکا با آن همه سرمایه گذاری که در آلمان و ژاپن شکست خورد و خمیر شده کرد، نتوانست تسلط خود را بر استثمار ایران حفظ کند و آن را ادامه دهد، ولی در ایران بدون سرمایه گذاری توانست. پس علت وجود آمریکا نیست، چیز دیگری است که امکان حضور انگلیس پیروز را آن شکل و حضور آمریکای دیروز را با آن ترتیب در ایران فراهم کرده. و اگر به خود نیاییم شرایط حضور قدرت دیگری را برای فردا آماده می‌کند. بسیار ممنون دوستان. تو 3 دقیقه یه مقاله رو، یعنی یک قسمت کتاب رو خوند، نتیجه گیری کرد و به این میگن پیام گذاشتن. سلام کرده، اسمش رو گفته، نظرش رو درباره کتاب گفته، یه موضوعی رو به من و شما منتقل کرد. حالا پیام میفرستم اگه پیداش کنم براتون. اصلا من نمیفهمم چی گفته، برای سعید فرستادم، سعیدم که فعلا نیستش، رفته گل بچین. بذارید من برای آقای لادن نوشتم Are you ready؟ اینجا پاسخی نیست. 2 تا چیز دارم از ایشون، یکی یه چیز عمومیه. بذارید اینجا زنگ بزنم آقای لادن. بله، مثل این که همینجا درست. باورتون میشه هر هفته من مینویسم به اسکایپ که آقا این یکی رو که من استفاده نمی کنم پاکش کن، دوباره میارتش. عجب دنیایی شد. خب اجازه بدید من تصویر آقای لادن رو هم بیارم روی سیستم آوتلت اینجا. بله، خب اینجا یک لحظه با من باشید. مثل همیشه شاد و دبراغ و سرحال سلام میکنم به آقای لادن، بهشون خوش آمد میگم و این شما، این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای لادن، به دوستان گفتم در قسمت اول برنامه که اگر بشه و شما نخواهید درباره موضوع دیگه ای صحبت کنید، چون شما مهمان هستید و شما تصمیم میگیرید برای برنامه‌تون، چون من قبلا درباره آموزش پروری صحبت کردم و گفتم که ممکنه از آقای لادن بخوام درباره پروریش صحبت کنم، اینو یه مقدار برای ما توضیح بدید. آیا به نظر شما هم این پرورش غایب بود در سیستم آموزش پرورش ما یا من خیلی سخت گیری میکنم؟ بفرمایید. درود از شما و درود به بینندگانتون. قبل از اینکه بریم به آموزش و پرورش، فراموش نکنید که راجبه مهمان صحبت کردین. تو ایران میگیم مهمان خر صابخونه است. و ما در مورد آموزش و پرورش بکنم که بد نیست یه چی میگن یه پای ریزی بکنیم، یه چند تا مطلب رو با هم دیگه مرور کنیم و بعد بریم روی اصل پرورش. و اون اینه که در مورد اهمیت و نقش کتاب در آموزش و اهمیت و نقش مادر در پرورش یک نگاه اجمالی میتونه کمک بکنه. نخست این که ببینیم چه کتابهایی در تاریخ بشر، در سرنوشت بشر نقش داشت. اون خودش نشون میده ارزش کتابو. برای مثال بیل دورانت که یک پژوهشگر و تاریخ شناس بود، نقل قول در... آیا صدا درسته؟ بله، اینجا صدا میاد. اگه اونجا صدا برمیگرده شما میتونید موقعی که صحبت میکنید
به اصطلاح اون میکروفون چی رو ببندید، اون اسپیکرتون رو ببندید، ولی اینجا صدا خوبه، بفرمایید. اوکی، اسپیکر هم اسپیکر دارم اینجا، نمیدونم. آره نه، ما که هر روز این کار رو انجام میدیم، اسپیکری داریم که هنوز مثل اسپیکرهای قدیمی پیچ رادیو داره، میتونیم صداش کم و زیاد کنیم. اتفاقا قبل از شما به دوستان گفتم که برای مصاحبه‌های اینجوری از طریق اسکایپ بهترین کار اینه که شما که اون طرف هستید از این گوشی‌ها استفاده کنید، گوشی‌های تلفن و اینها. بله بله، ولی صدای شما باشه. من دو سه بار ازتون پرسیدم میخواین گوشی بذارم؟ نه، صدای شما کاملا خوبه و اون پژواکی که هست گهگاه به خاطر اینکه اینجا چون هیچکس صحبت نمی‌کنه توی به اصطلاح میکروفون اسپیکر دور میزنه اون صدا، من اینو الان کنترل میکنم. بفرمایید. سپاسگزارم. داشتم راجع به ویل دورانت میگفتم که میگه اوستا کهن‌ترین کتاب دینی در 21 جلد نوشته شده بود، که این مجموعه از سروده ها و چیزهای دیگه، و میگه از این 21 جلد یک 21 جلد هم کپی کرده بودن که اگه یکیش از بین رفت یکیش باشه. زمانی که اسکندر حمله میکنه به ایران 21 جلد سوخته میشه، و داستانی که میگن این فقط یه نقل قوله که 21 جلد دیگر رو میبرن به یونان و ترجمه میکنن، استفاده میکنن، و باعث میشه علم و دانش در یونان شکوفا بشه. حالا این اگر افسانه است یا داستانه دیگه من نمیدونم. ویلدورانت 11 جلد کتاب نوشته در این مورد که به نام داستان تمدن بشر، هر جلدش 20,000 برگ هست، و اسم کتاب چون انگلیسی The Story of Civilization. کتاب مهم بعدی که باز دوباره در بشر نقشی داشته کتاب تورات، یا بعضی ها میگن تورا، هستش که مال یهودیانه. پس از اون کنفوسیوس نوشته ها و گفته هاشه که هنوز در چین مورد استفاده است، و 6 قرن پیش از مسیح زندگی میکرده. و بعد میرسیم به مسیح، درس ها و اندیشه های مسیح که در انجیل هست، و بعد هم میرسیم به قرآن. اگر گفتگویی نمیخوایم بکنیم، من میتونم اینو ادامه بدم. بله بفرمایید، من دارم گوش میدم. و اون ماجرایی که کتابا گم شد و حالا هرچی اونا دارن از ما داریم، خب اینو من فکر میکنم این همون داستان ایرانی هاست و جوک ها ساختن که هی میگفتن فلانی مثلا این بوده و اینا، بعد میگو که خب پس بگو حضرت آدم هم این بوده، میگو بله اول اون بوده بعدن آدم شده. حالا اینو ربطش نمیدم چون بعد بله. هم در همین من میگم من نمیدونم که چقدرش افسانه است و اصلا حقیقت داره یا نه. بله. اما رابطه ما ایرانی ها با کتاب بسیار جالب، میخوام چند تاشو با هم دیگه بکنیم. یکیش کتاب سوزاندنه، یکیش یک کتابی بودنه، و اون مهمترینش کتاب نخواندنه، و اینکه کتاب حتی برای خیلی از میهنانمون نقش دکوراسیون داره و دکوراسیون شخصیت آور. در مورد کتاب سوزاندن چند تا داستانه که میتونه جالب باشه. اولیش مال زمانی که سعد ابن وقاص که سردار عرب بوده و با کمک چند تا ایرانی وطن فروش میتونه بیاد مدائن رو تسخیر کنه، میبینه که یک کتابخونه بسیار بسیار بزرگ و عظیم هست با 10,000 جلد کتاب، و نمیدونسته چی کار کنه و نمیخواسته خود سر کاری بکنه. یه نامه مینویسه به عمر ابن خطاب و میگه برای من تعیین تکلیف بکنه، میخوام پاسخ عمر ابن خطاب رو برای بینندگانتون بخونم. عمر میگه که همه آن همه را به آب افکن، که اگر آنچه در کتاب ها هست سبب راه نماییست،
خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماتر است، و اگر در آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آن در امان داشته. به همین دلیلم سعد بن وقاص دستور میده که کتابا رو به آب میریزن و آتیش میزنن. و باز اینجا یه دونه داستان و افسانه هست که میگن 40,000 شتر رو بار میکنن و میبرن میریزن به دجله و فرات و 40 سوان روز در مدائن کتاب میسوزوندن. و کسانی که بخوان در این مورد مطالعه کنن، کتاب دو قرن سکوت. 40,000 شتر و 40 سوان روز. حالا خودتون واقعا از لحاظ جمعیت 1400 سال پیش بریم عقب، ایران رو در نظر بگیری، جمعیت ایران چند نفر بوده و اینا از یک کتابخونه 40,000 شتر کتاب. آخه این دوستمون آقای کیه؟ 23 اینا آقای میرفتروس نوشته. کی نوشته این کتابو؟ نه این مال دوغن سکوت، مال زرین کوبه. آها اینا ببینید، متاسفانه شما یه نکته خیلی خوبی رو گفتی دوستان آقای لادن، و من اجازه دادن که داخل صحبتاشون صحبت کنم، چون بعضی از دوستان ناراحت میشن میگن چرا نمیذاری ایشون صحبت کنه. ببینید شما خیلی قشنگ گفتید، کتاب سوزاندن، حتی مشکل کسروی هم همین بود، کم خواندن، نخواندن، اینا همه رو ما قبول میکنیم، ولی یه دفعه میایم اینجا میگن 40,000 تا شتر بار زدن 40 شبانه روز. از خودمون سوال کنیم، از اون ور میگیم این اعراب پاپتی به ما حمله کردن، بعد از این ور میگیم فقط برای کتاب سوزاندن ما 40,000 تا شتر آوردن. خب این ببخشید ها، این 40,000 تا شتر باید یه جایی طویلهی استبلی جایی، بعد 40,000 تا چی میگن ساربان میگن چی میگن به اینای؟ آخه من نمیدونم اون کسی که اینو نوشته، این آقای زرین کو، فکر نکرده که یه زمانی یه سوربی یه دفعه این دنگش البته زرین کوب داستان 40,000 تا رو ننوشته. بله. اینو به صورت چیز دراش میگن، میگن اینو اینطوری گفته، ولی زرین کوب توی دو قرن سکوت اونو نگفته. زرین کوب راجع به کتاب سوزی و دستور عمر نوشته. بله آخه همین حدیثا هست که درست. پدر ما رو در آورده. من با یه شاعر با یه شاعر دیروز صحبت کردم، در ضمن که من 100% با شما هم اندیشه هستم که ما خیلی مسائل رو از حد خودش بیرون میکنیم، ولی در ضمنم کتاب اون موقع برای مردم نبوده که کتاب بخونن. کتاب هم مثل یه ثروتی که پادشاه ها و فرمانده ها جمع میکردن، اونا هم جمع میکردن. دیگه بدتر شد، چون اگه میگفتیم برای مردم بود 40,000 تا بودنش رو به اصطلاح جستیفای میکرد، توجیه میکرد، ولی حالا که میگیم فقط بزرگان، دانشمندان، علما کتاب داشتن، آقا هر کدومشون 4 تا کتاب داشته، خب میدونیم یه نفر مثل ابو علی سینا فقط اون کتاب قانونش رو شفا و فلان اینا 8 جلد 10 جلد 20 جلد اینا هم بوده، ولی اینجور هم نبوده که ما توی یک کتابخونه 40,000 تا داشته باشیم، بعد اینقدر سیستم قشنگی داشته باشیم که ببینیم این فلانی نامه نوشت به عمر، عمر نامه رو برگردون، کپی دوتاش هم داریم، تازه اگه بخواین الان کپی هم میزنیم رو فیسبوک، از روز اولش هم خاناتر، بعد با این توضیحات کامل. یا اون نامه‌ای که مثلا یزدگرد به کدومشون نوشته بوده بگید که باز به عمر گویا که ما از شما آخه اینا میدونید اینا هست که یه مقداری اشکال ایجاد میکنه، و اون وقت اون چیزایی هم که قابل باور و درست هست میبره در حد حدیث. اصلا این حالا دین اسلام حدیث خرابش کرد هیچی، این دوستان دارن تاریخ ایران رو هم با همین حدیث و آقا من یه جایی شنیدم، ما اصلا قبل از این که همه تلفن داشته باشن ما تلفن های بی سیم داشتیم. دلیلش چی؟ برای که سیم نمیبینی؟ آه این خراب میکنی؟ لبخندی میزنه آقای لادن، ببخشید من ساکت میشم، بفرمایید. خواهش میکنم، اتفاقا درست میگین شما. ما این با این جور بزرگ کردن مسائل، قلوب کردن، حتی داستان سرای درو گفتن، اعتماد و اعتبار، اعتماد از بین میبریم و به اعتبار خودمون لب نمیزن. یعنی موقعی هم که میخوایم یه حقیقتی رو بیان کنیم دیگه کسی تعبیر نمیگیره.
قصه دوم یا داستان دومی که راجع به کتاب سوزی میخواستم بگم، راجع به میرزا حسن خان تبریزیه که مشهور بود به رشدیه. در حدود 150 سال پیش در بیروت تحصیل میکنه، در تفلیس تدریس میکنه و بعد برمیگرده به زادگاهش تبریز و یک مدرسه به نوع نوین و جدید درست میکنه، به بچه ها الفبای فارسی ساده درس میده، براشون یک کتابخونه درست میکنه و کتابخونه بزرگ میشه که مردم محلم بتونن استفاده کنن، ولی مورد لعن و توهین و حمله جامعه روحانیت قرار میگیره، مدرسه رو میبندن و کتابا رو آتیش میزنن. قصه بعدی راجع به حسن تقی‌زاده است که یه دو خط نوشته است براتون میخونم. میگه که در انقلاب مشروطیت پس از تخریب مجلس شورای ملی اول و حمله اشرار به سرکردگی شیخ فضل الله نوری، کتابخانه و کتاب فروشی سوزانده شد و به غارت رفت. این از کتاب زندگی طوفانی. و راجع به یک کتابی بودن میگن که میدونین که امام جعفر صادق ادعا میکنن که یک فیلسوف و یک نابغه بوده، ایشون میگه فقط یک کتاب برای خواندن، مطالعه کردن، به کار بستن میشناسد و میپذیرد و آن قرآن است. حالا من نمیدونم کسی که فقط یک کتاب خونده فیلسوف عمشه یا داستان چجوریه. من همون موقعی که شما گفتید کم خواندن و کتاب سوزاندن و نخواندن، میخواستم بگم اونایی که فقط یک کتاب رو باور دارن از این ستا به اصطلاح خطرناکترن. ضمناً امام جعفر صادق باز طبق همین حدیثا گفتن که انقدر دانش داشته که وقتی ازش سوال میکنن خورشید شب کجا میره، میگه میره پشت کو توی لجنزاری دوباره فردا میاد بیرون، یه چیزی شبیه به این. حالا دیگه همین این نشون میده که چقدر دانش داشته. بعد تازه فکر کنم تمام کتابای مذهبی همشون باور بر این دارن که کره زمین کره نیست، گرد نیست و فلت یا به اصطلاح مسطح است. به همین خاطر اون آقای کی بود بنده خدا رو میخواستن بسوزونن که گفت بابا غلط کردم شما درست میگین، گالیله بود نه؟ گالیلیا. بله. در صورت اینم از این ماجرا. ضمن شما چون یه نکته‌ای رو گفتید راجع به مهمان و صاحب خونه و این رایج هست بین ایرانی‌ها که میگن مهمون خر صاحب خونه است. من سالها پیش وقتی که تو ارتش بودم رشته مخابرات قسمت تخصصیم بود خوندم و اونجا به ما یاد میدادن، چون چیزا رو کوتاه می‌نویسن، تو ارتش خیلی سعی می‌کنن هنوز تلگرافی یعنی 40 سال پیش صحبت کنن، به ما گفتن که مواظب باشید کجا نقطه میذارید، مواظب باشید کجا ویرگول کاما میذارید، کجا خط فاصله میذارید. آقای احمد شاملو هم وقتی اومده بود کالیفرنیا گفت که ما عادت کردیم دیگه هر جا درون بخواد هر چی میذاریم و خوندنمون غلط میشه. دوست عزیز، خواندن صحیح این جمله این هست: مهمان آقای لادن خر صاحب خونه است. بفهم. راجب ویرگول و اینا هم یه داستانی هست که حتما شنیدین که میگن که یک پادشاهی یک جمله رو می نویسه میده دست قاصد که ببره بده به رئیس زندان. اگه راجب اعزام و اعدام هست همینه که تو مخابرات به ما یاد می دادن. من چون درستش رو ندونه. بفهم. بگید که رئیس زندان اینو می خونه عفو لازم نیست، اعدامش کنید. بله. در صورتی بوده که اعدام نیست، لازم نیست اعدام باشه. همینه تو ارتش به ما یاد میدادن، من بلد نبودم، اینجا نوشتم اعدام نه اعزامش کنید، اینجا نوشتم. بله، خیلی خوشحالم وقتی با شما صحبت میکنم. همیشه گفتم به پتیکم میگم یه برنامه‌ای که هم خسته کننده نیست، مثل یه کلاس درس باشه، همین که آدم بعدش میبینه یه چیزایی یاد گرفته و مغزش رو چند روز همینجوری به فکر میندازه. از این بابت من از شما ممنون و متشکرم. یک نکته ای هم شما گفتید که ما آموزش در مدارس، پرورش به توسط مادر، حالا یا احیانا پدر، دلیلش مادر چون مادر تو خونه بوده اون زمان و پدرها معمولا کار میکردن.
خب این ادامه پیدا کرد یا به خاطر صنعتی شدن کشور و اینا از بین رفت و الان وظیفه آموزش به عهده کی هست؟ پرورش به عهده کی هست؟ اتفاقا یه چیزایی در این مورد بر خودم نوت گذاشتم و میخواستم میتونم الان یه مقداری رد کنم برید به اون نه میخواید به همون ترتیبی که به اصطلاح نوشتید بگید که سرکلافه کارم از دست شما بیرون نره. کمک میکنه اگر طوری بریم جلو، چون یه چیزایی رو مثلا فرستان راجب امام جعفر صادق گفتیم، حالا میخوام راجبی که از امامای مسیحیت به نام توماس اکیناس، یکی از مقدسین مسیحیت و 7 قرن پیش زندگی میکرده، میگه که من یک فرد یک کتابی هستم. یعنی اینم اینجا نشون میده که حساب مسلمان و مسیحی نیست، حساب اینی که مذهب طرفدارانش رو یه بودی میکنه. و اما راجع به ارزش و اهمیت کتاب خواندن، 2-3 مثال کوچیک بکنم کمک میکنه. اولیش اینه که پتر کبیر که در حدود 330 سال پیش رهبر روسیه بود و تاریخ شناسا اونو یک نابغه دوران خودش میدونن، این به کتاب و کتاب خوندن علاقمند و دستور میده کتابای اروپا رو جمع‌آوری میکنن، به زبان روسی ترجمه میکنن، یه تعداد زیادش خودش میخونه و بعد دستور میده که کتابها رو همه رو چاپ کنن و در دسترس مردم بذارن که مردم بتونن از دانش آگاه بشن. خب این و میبینیم که روسیه اون موقع میشه آقای جهان و نقش کتاب در اینجا خیلی بزرگه. در حدود 30 سال بعد از پتر کبیر، رشید پاشا که یه عده‌ای میگن رشید پاشا پتر کبیر ترکه، در ترکیه عثمانی هست و ایشون با امیر کبیر آشنایی و نامنگاری داره و از حال و سرنوشت هم دیگه با خبرن و به کتاب و کتاب خوندن خیلی اهمیت میده. کتابخونه در ترکیه به وجود میاره، دانشگاه به وجود میاره و میگن پدر تحول در ترکیه است. الان گفتم امیر کبیر، بعد نیست که راجع به اونم 2-3 جمله بگم و اونی که امیر کبیر 3 سال و 3 ماه نخست وزیر بود در ایران و تونست یک دگرگونی بسیار عظیمی در ایران به وجود بیاره، یک تحولی به وجود بیاره و پایه‌گذار تغییر و تحول میشه گفت، پدر اصلاح طلبانه و در ایران روزنامه منتشر میکنه، یه عده از ایرانی ها رو به اروپا میفرسته برای تحصیل و یک کارهای بسیار مهمش ساختن و برپا کردن دارالفنونه و این 2-3 داستان از کتاب امیر کبیر و ایرانه. اینجا دوست داریم چیزی اضافه کم بکنی یا ادامه؟ یکی از دوستان روی فیسبوک به نام آقای محمد رجبی نوشتن که با سلام به آقای سوربی عزیز، لطفاً با آقای لادن گوش زد کنید. البته من تاریخدان نیستم اما مردم ایران به قدری از ستمکاری مغها، هربودها و معبدان اینجوری بنویسی میشه معبدان، معبدان جان به لب رسیده بودن که خودشان در مراحل اولیه حمله اعراب به ایران که وعده برابری و برادری میدادند، حتی در این کتاب سوزی هر آنچه از گذشتگان تاریخ ایران چون رابطه با مذهب زرتشت داشته همکاری کردند. اون کتابخانه که ایشان فرمودند هم در جندی شاپور بود که زمان خود بزرگترین دانشگاه خاور نزدیک در آنجا وجود داشت و اعراب به قدری کین توزانه به فرهنگ ایران رفتار کردند که این دانشگاه عظیم نه تنها کتابهایش بلکه بناهای آن را نیز نابود کردند، به طوری که امروز آثاری از این دانشگاه وجود ندارد. مرسی از شما و آقای لادن عزیز. بفرمایید آقای لادن. من قصدم این نیست که مشغول گفتگو بشم با بینندگانتون، ولی یک توضیح کوچیکی که خدمت ایشون بدم در زمینی که ایشون درست میگن که ایرانی‌ها از دست سلطنت
و از دست معبدان به سطوح در اومده بودن، به ویژه از اینکه در اون زمان، در زمان یزدگرد سوم، دین و مذهب کاملا شبیه زمان صفویه با همدیگه ادغام شده بود و به همدیگه نون قرض میدادن و مردم در کمال بدبختی و ذلت زندگی میکردن. و اینی که مردم آماده پذیرفتن این اندیشه برادری و برابری بودن، ولی یه گده از ایرانی ها در مدائن چون انقدر دفاع کردن که عرب مستحصل شده بودن و آماده بودن که برگرد. شبانه یه عده از ثروتمندان و قدرتمندان منطقه میرن بیرون و به اونا خبر میدن که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم که بیاین تو و برفرض قول بدین که به زندگی و به مقام و تشکیلات ما کاری نداشته باشیم. از این رو من اونو برای دوستان اعلام کردم. و اما یک نگاه بکنیم به این داستان کتاب نخوندن و اینکه برای بعضی ها دکور شده. یونسکو پس از تحقیقاتی در ایران اعلام میکنه که ما ایرانیان کمتر از 10 دقیقه در روز صرف خواندن روزنامه و کتاب میکنیم. و در یک کشوری که 82 میلیون جمعیت داره، وقتی یک کتابی نشر میشه 300 نسخه، 500 نسخه، 1000 نسخه از اون چاپ میشه و تازه مقدارش هم رو دست ناشر و توی کتاب فروشی ها میمونه. یه عده‌ای هم که کتاب میخرن کتاب خون نیستن و کتاب رو به صورت دکور در منزلشون استفاده میکنن و جستشو میگیرن. یعنی کاملا درک میکنن که اگه جزء کتاب خونا باشن یک آبروی حیثیتی دارن، ولی به خودشون زحمت خوندن و آموختن رو نمیدن. چیزی که جالبه اینه که طی 15 سال 20 سال گذشته واقعا یک انقلاب عظیمی در تکنولوژی به وجود اومده و در حال حاضر در دسترس همه مردم دنیا یک اقیانوس از اطلاعات و اینفورمیشن وجود داره، دانش وجود داره برای کسانی که بخوان ازش استفاده کنن به صورت اینترنت. اینه که نقشی که الان شما جناب سوربی و تلویزیون مردم بازی میکنه بسیار بسیار ارزنده و مهمه، که یعنی در بیداری و آگاهی دیگران چقدر تلاش میکنیم و امیدواریم که ادامه پیدا کنیم. در مورد این نقش تلویزیون یه داستان کوتاهی رو خدمت بینندگانتون بگم. این مال اواخر دهه 60 توی آمریکاست که پیش از تعطیلات کریسمس و ژانویه، در حدود 3 یا 4 هفته پیش از اون تعطیلات، هر روز روزی 10 بار چند تا فیلم کوتاه نشون میدادن که از تصادف‌های حقیقی در جاده و خیابون بود و بعد یه دونه از اون فریم ها رو، یه دونه از اون عکس ها رو همینجوری نگه می داشتن و با صدای بسیار ملایم و پدرانه یا مادرانه می گفتن که همیهنان عزیز، لطفاً برای حفظ جان خودتان و دیگران ملاحظه رانندگی کنید. این گذشت، تعطیلات اومد و رفت. بعد در دو هفته بعد از تعطیلات یه آماری دادن بسیار بسیار جالب، و اون این بود که در بعضی نقاط از 27.1% تا نزدیک به 30% از تصادف‌ها کاسته شده، و این پیامی که با این فیلم ها می دادن اینقدر روی اشخاص تأثیر گذاشته بود. من خیلی ممنونم از شما، چون با بعضی از دوستان که صحبت میکنیم وقتی شکایت و گله میکنن از اینکه ایرانی ها اهل کتاب نیستن،
میگم خب ببینید، قرار نیست هر کاری آخوندا میکنن ما بهشون فقط فوش بدیم. شما ببین این آخوندا در طول تمام زندگیشون که معمولا هم همه 80-90 سال عمر میکنن یه دونه کتاب مینویسن، این کتاب هم کپی از کتاب قبلی مال استادشون. ولی چیکار میکنه؟ الان اومده یاد گرفته که آقا یه چیزی به نام تلویزیون هست، به نام رادیو هست. من یادم همون اوائل انقلاب این آقای قرائتی و دیگران اومدن و تلویزیون رو اصلا مصادره خودشون کردن و درس میداد، بچه ها رو مشغول میکرد و قشنگ دارن ازش استفاده میکنن. ولی متاسفانه دوستان ما وقتی یک کتاب مینویسن، تازه وقتی هم یه جا باهاش صحبت میکنی میگه آقا من چند تا کتاب نوشتم برو اونجا، و خودش میدونه که من از اون مجلس بیام بیرون من گلا نمیرم دنبال کتابای اون. یعنی میخوام بهتون بگم که این اشکالی رو که شما گفتید و اون به اصطلاح همون برنامه‌های کریسمس به خاطر مهمونی‌ها، به خاطر مسافرت‌ها، به خاطر مشروب خوردن‌ها ممکنه تصادف میشه با این کار پیشگیری میکنن، منو برد به آلمان. من سال 1984 آلمان بودم، دیدم اینا چقدر قشنگ رانندگی میکنن، وسط خط یعنی میرونن رو خط نمیرونن. و یادم یه سرهنگی بود، سرهنگ اسدی در شیراز، یه دفعه من رانندگی میکردم گوش میدادم، گفت آقا این همون رنگیه که تو اروپا استفاده میکنن، اونجا نمیدونم چند سال دوام میاره ولی توی شیراز 6 ماه هم دوام نمیاره، چون ما رو خطاهی میریم و میایم و اینها. و در همون آلمانی که من به اصطلاح چی میگم تعجب میکردم که اینا چرا قشنگ رانندگی میکنن، شب میدیدم ربع ساعتم آموزش رانندگی میده. این آموزش رانندگی رو من از همون موقع فکر کردم این دیگه آموزش نیست، این پرورشه. چون ما آموزش رانندگی رو یا پدرمون یا معلم رانندگی داده، اون امتحانش هم افسر راهنمایی از ما گرفته، پس ما آموزش رو دیدیم. این پرورشه که با تکرارش و اصلاحش به اصطلاح اون آموزش رو پرورش میدیم. و این رو همیشه دیدم که از فرهنگ ما به قول آمریکایی یا میسینگ یا گم شده نیست. این رو به نظر شما باید چه کار کنیم؟ حالا تلویزیون هم بذاریم کنار، چجوری میشه این پرورش رو آورد دوباره توی به اصطلاح قسمت فرهنگ ما؟ من فکر میکنم که باید هر دوشو انجام بدیم، یعنی هم آموزش رو باید روش کار کنیم و هم پرورش، و باید از تمام چیزهایی که وجود داره بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. شما نگاه کنین که این آقای این جانوری که رئیس جمهور اینجاست از توییتر استفاده میکنه و یه 20 میلیون از طرفدارای خودش روی اون داره. حالا اینی که ایشون یه آدم گمراهیه و نادانه به اون کاری نداره، ولی بهره گیری میکنه از این وسیله. ما میبایستی برای آموزش و پرورش از وسایلی که وجود داره استفاده کنیم دیگه. همینطوری که الان دیگه نیاز نداریم کلاه سواری بکنیم و از سواری کنیم از ماشین استفاده میکنیم، الان وسایل جدید و بهتری هست که بتونیم ازش استفاده کنیم. خب در ضمن شما یه چیزی گفتین به من که من کاملا میپذیرم و قبول دارم، با این بود که من گفتیم که خب حالا ما فرهنگ کتاب خوندن نداریم، نمیتونیم تا آخر هی بگیم فرهنگ کتاب خوندن نداریم که، چیکار باید کرد؟ و اینه که من فکر میکنم که استفاده کردن از اینترنت، از تلویزیون، از فیسبوک، از چیزهای دیگه میتونه آموزنده باشه. و برای همینه که ما طی 8 سال گذشته از طریق اندیشکده مرتب این کار رو انجام دادیم. در مورد پرورش یک داستان جالبی هستش که میگن، اولا که میدونید که میگن که پرورش در طفولیت تقلید و تلقین. تقلید قسمتیه که کودک از زمانی که چش داره و گوش داره با دیدن و شنیدن کارهای پدر مادر و خانواده رو مرتب میسپره به ذهنش که انجام بده، یعنی داره یاد میگیره. و بعدم موقعی که میتونه یه چیزی رو بیان کنه
مادر بهش تلقین میکنه و اون تلقین اینه که تکرار مکررات. مثلا میبینیم که مادر فرض کنیم میگه خاله جون اومده، خاله جون اومده، سلام کردی، سلام کردی، اینا انقدر تکرار میشه این بچه یاد میگیره که سلام کنه باباشه، مادرشه. و بنابراین در اون پرورش در ابتدا تقلید و تلقینه و اینجا یک انسانشناس و پژوهشگر معروف آمریکایی به نام مارگریت مید سالها رفتش در قبایل آمریکای جنوبی و روی پرورش با دیدن مادر و کودک ها مطالعه کرد، تجربه کرد و دو تا از داستاناش به نظر من خیلی، یکیش این بود که میگفتش که یک قبیله‌ای بود که مادر بچه رو میچسوند به سینه‌اش و مرتب باهاش حرف میزد و براش آواز میخوند، شعر میخوند و وقتی میخواست کار کنه این بچه رو میبست به سینه‌اش و این کار رو ادامه میداد. یک قبیله دیگری بود که دیدین که وقتی شما دست انگشتتون رو بذارین تو دست بچه، بچه میگیره. بله. از همین استفاده میکرد، انگشتای بچه رو اینطوری میذاشت توی همدیگه، آویزون میکرد به گردنش. بچه خسته میشد، ول میکرد، این باز تکرار میکرد. ول میکرد، تکرار میکرد تا اینکه بچه نگه میداشت. تمام روز آشپزی و تمیز کردن و حتی با قایق بره قبیله بعدی یه چیزی بگیر و برگرده، همینجور بچه به گردنش آویزون. نتیجه این مطالعاتش اینه، میگه من بعد روی بزرگای، یعنی کسانی که سنشون 20 سال 30 سال 40 سال بود مطالعه کردم، دیدم اون قبیله اولی که همیشه بچه تو بغلش و میخونه و بهش عشق و محبت میده، اینا اعتماد به نفس زیادی دارن، با دیگران مهربانن و آدمایی هستن که شفقت سرشون میده. اون گروه دوم استقلال شخصی، پایداری و گفت اصلا عجیب، کاملا قابل لمس بود. پس بنابراین میبینیم که پرورش واقعا از کجا شروع میشه. و نمیدونم دوست دارین در این مورد چیزی بگین؟ خیلی ممنون، من صحبتی ندارم. شما اگه صحبتی دارید و اینجا دعوت میکنیم از بینندگان و شنوندگان، اگر اونها هم این موضوع براشون جالبه و امروز فکر کردن که یک چیز جدیدی باز شده در مورد این تاپیک یا موضوع میخوان صحبت کنن یا سوالی دارن یا نظری، لطف کنن یا با شما یا با من تماس بگیرن. من ایمیل شما رو هم گذاشتم اینجا و andishkade@outlook.com آدرس وبسایت شما رو هم گذاشتم andishkade.net. ضمناً در برنامه خودم گفتم که وقتی من انتقاد کردم که صفحه سایت شما رو که باز میکنم اون صدا میاد، شما اون به نظر من اشکال رو رفع کردید، از این بابت ممنون و متشکرم. باز در رابطه با این که خب حالا کتاب نمیخونن ما بیام یه کاری کنیم، دیدم که یه ویدیوی جدیدی درست کردید که به اصطلاح دیباچه اندیشکده یا نظرات اندیشکده رو میخوان پروموت کنید یا منتشر کنید یا پخش کنید بین دوستان. من بالای این آدرس وبسایت شما رو گذاشتم، پایینش آدرس ایمیل شما رو گذاشتم و بدون اینکه بخوام بالا رنگ سبز بود بعد پایین رنگ قرمز شد و گفتم اگه سفید داشتیم این وسط میشد سبز و سفید و قرمز، بعد گفتم خب شایدم الان چون شرایط سفید نیست و خاکستری هست، اون نوشته شما و دوستانمون خاکستری و سیاه بود، که اینو بعد از اینکه با شما خداحافظی کنم نشون میدم. بازم از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. دوستان اجازه بدید بهتون بگم، اونایی که هی شکایت میکنید که چرا بیشتر از برنامه‌های آقای، یعنی از آقای لادن استفاده میکنید برای زمانهای طولانی، ایشون باورش اینه که ویدیو اگر کوتاه باشه، مفید و مختصر باشه، کارسازتر از ویدیوهای طولانی قصه حسین کرد شبستری خواهد بود. به همین جهت هست که من بارها بهشون گفتم که شما مختار هستید، هر وقت خواستید شروع کنید، هر وقت خواستید به اصطلاح تموم کنید و
من هم مثل شما دوست دارم ایشون بیشتر باشن، ولی اگر باورشون این هست و من میدونم درسته ویدیوهای کوتاه‌تر بیشتر بیننده داره، من هیچ اصراری به اینکه ویدیوها رو طولانی تر کنن ندارم. بازم ممنون، بفرمایید آقای لاله. سپاسگزارم. فکر کنم که اون چیزای اساسی رو انجام دادیم، ولی میتونم اگر دوست داشته باشین هدف آموزش و پرورش ایران فردا رو از دید اندیشکده برای بینندگانتون بخونم. بفرمایید. باید هدف آموزش پرورش انسانسازی، شهروندسازی و آینده سازی باشه. اینجا منظور از آینده سازی اینه که ما تو قرن تکنولوژی هست. راجب آدم سازی، انسان سازی، یعنی ما تشخیص بدیم، یعنی همیهنانمون بدونن که ارزش و اعتبار انسان در راستی و درستی و دوستی و شرافتمندیه. و برای اینکه بتونیم اینو به نتیجه برسونیم، میبایستی معلمین و سرپرستان و آموزگاران و اول در این مورد آموزش بدیم. ما شما هم به این موضوع اشاره‌ای داشتین راجع به اینکه استاد دانشجو خودش نمی‌دونست چجوری درس بده و بس با مثل بچه با دیگران رفتار می‌کنه. راجع به شهروندسازی که همیهنانمون بدونن که ایران خانه ماست، ما صاحبان اصلی ایران هستیم و به صورت اینکه صاحب خانه هستیم باید از خانه‌مون نگهداری کنیم، محافظت کنیم. و بعدش میهن دوستیه، که میهن دوستی یعنی خدمت به میهن، یعنی ارزشمند بودن منافع جمعی و ملی. و آینده سازی اینی که ما قادریم، میتوانیم و میبایستیم در ایجاد تغییر و تحول و پیشرفت جامعه مان نقش داشته باشیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم از اطلاعات و دانش شما استفاده کنیم. خیلی ممنون. درباره این که گفتید ایران خانه ماست، بهتون گفتم که من سال 2005 رفتم ایران و یه روز باد و طوفان زده بود، این سطل‌های زباله و آشغال رو توی کوچه پخش کرده بود. اینجا هم اتفاق میفته، ولی خب مردم تمیز میکنن. و وقتی که به اون دوستم گفتم که بیا بریم اینا رو تمیز کنیم، فکر کنم کلاغا اومده بودن چیزا رو کشیده بودن بیرون و اینها، و گفت که آقا به من چه، ما داریم عوارض میدیم، شهرداری فردا میاد تمیز میکنه. و من اصلا مونده بودم، یعنی یکم میدین بعض وقتا آدم عادت میکنه به اینجا، اونا رو نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه. در صورت بازم ممنونم، شما این چیزایی رو که میگید یه چیزایی هم من یادم میفته که لازم میدونم بگم. و اون آگهی رو یا اون یک دقیقه رو من فکر میکنم شما و دوستانتون اگه بازم زحمت بکشید به همین صورت اینا رو هی بیشتر و بیشتر کنید و این نوشته ها رو به صورت آدیو و ویدیو در بیارید، یه وقت دوستان متوجه میشن بدونی که کتابی رو خریده باشند و خونده باشند، حاصل و مجموعه یک کتاب رو از طریق چشم و گوششون دیدند و شنیدند و یاد گرفتند. من از شما به نوبه خودم ممنون. سپاسگزارم. خیلی ممنون، روز خوبی براتون آرزو میکنم. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. حالا اجازه بدید که من این ویدیویی رو که این دوستان در اندیشکده تهیه کردن براتون نشون بدم. اون کسی هم که صحبت میکنه صدای خوبی داره. ضمناً من ایمیل و آدرس این دوستان رو هم اضافه کردم. در قسمت بالا آدرس وبسایتشون رو میبینید، در قسمت پایین اون به اصطلاح ایمیل اندیشکده، که من به دوستان پیشنهاد میکنم که اولا ایمیل ها رو با عوض کردن به سایت خودشون، اسم سایت خودشون رو بیشتر استفاده کنن. به این صورت بعد همونی که گفتم دیگه، شما ببینید الان همین جیمیل و گوگل و یاهو و اینها، ما هر کدومون داریم شبانه روز تبلیغای مجانی میکنیم برای اینها، اسم و سایت اینها رو برای دوستانمون هی میفرستیم بدونی که اصلا متوجه باشیم. بعد میبینیم مثلا گوگل نمبر 1، یاهو نمبر 2،
و نگاه کنید ببینید کی این کار رو انجام میده، من و شما. بریم با هم اینو ببینیم و برگردیم. بازم از شما ممنونم که با ما بودید، با ما باشید، برنامه ها رو دنبال کنید. باور اندیشکده. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم می کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. اندیشکده آگاهی و شناخت بر این باور است که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت می باشد و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت است. خب همینجور که بهتون گفتم دوستان، میشه با استفاده از فیسبوک و تلویزیون و اینها اون هدف خودتون رو و برنامه خودتون رو منتقل کنید. این یه نمونش بود که من از این دوستان بسیار ممنون و متشکرم. خب برمیگردیم برنامه سربی با مردم، روز دوشنبه 18 تیر ماه 1397 اینجا. و اما ما یک آگهی داریم از کتابی که آقای انصاری نوشته، کتاب سوم ایشون هست. با هم این آگهی رو ببینیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه است از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران می رساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد که شامل مصاحبه‌ها، مقالات و جوابیه‌های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه‌ها، مقالات و جوابیه‌ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. خب این لینک رو ما نگه می‌داریم که اگه بخواید بنویسید یا عکس ازش بگیرید. این روزا دیگه کی می‌نویسه؟ ماشین تو پارک می‌کنی، دوربین تلفن تو در میاری، یه عکس می‌گیری، نشون میده که طبقه چندم توی پارکینگ شماره چند پارک کردی. و مجید میگه که منظورت از علی که علی بنگی نیست. نه بابا، این بنده خدا علی این علی که اصلا خانمش هیچ وقت به اصطلاح چی نمی کرد و
و یه دوست دیگه هست که دوست 20 ساله ما هست، از تلویزیون رنگارنگ میشناسمش و اون وقتی که شرکت داشت و کار داشت الان بازنشست شده، اون موقع اون خانمش به اصطلاح چیز میکرد، این شماره و ایمیل ها رو میگرفت میخوند، بعد بعضی هاش رو جواب میداد که ما نمیفهمیدیم حالا علیه یا همسرشه، بعضی هاش رو جواب نمیداد، وقتی به علی میگفتیم میگم من که نگرفتم، خانمم گرفته. یعنی یه مقداری واقعا آدم رو گیج میکرد که کی به کیه، کجا به کجاست. و اما اجازه بدیم من این شماره تلفن و اینا رو بذارم که شما نگران این که با ما نمیتونید تماس بگیرید نباشید، و همه هم چون میخوان همون موقع تماس بگیرن. دیدین دیگه اون پیام خانمی که مستر سوربی من همین الان میخوام باهات صحبت کنم، بدون هیچ چیزی گفتیم بابا اینجوری نیست، آخه والا دکون نونوایی هم باید یکم وایسی تا نون پخته بشه بعد شما برداری بری. این یکی بذارید من این ویدیوی شما رو اینا رو بذارم و یک سری شما رو ببرم باز به مطب آقای عبداللهی، افشین عبداللهی. ایشون برای من نوشته که شما که با یک دکمه پرچم رو جابجا میکنید، جناب سوربی شما که پرچم خودتان را با یک کلیک جابجا میکنید حتما امکانات فضانوردی دارید. آری آری زندگی زیباست، ای کاش کمی هم از محتوای برنامه هم میفرمودید. ببین آقای عبداللهی کاکو جون، محتوای برنامه رو بیننده قضاوت میکنه، اوکی؟ من در رابطه با اون چیزایی که میدیدم بیننده برنامه شما بودم دیگه، نظر دادم. پس من راجع به محتوا، یعنی این قسمتی که شما عکس گذاشتی اینا محتوا نیست. حالا میبرمتون صفحه آقای عبداللهی با هم نگاه کنیم. ایشون یه جنبشی را انداخته چون جزء هلال احمر بوده، بعد حالا میگه هلال احمر بی خوده، باید برگردیم به همون صلیب شکسته و به اصطلاح شیر و خورشید و اینها. بذارید من بهتون نشون بدم. این دوستان متوجه نیستن که وقتی شما یه عملی انجام میدید، این عمل شما بعدن خودتون رو ممکنه به مشکلاتی روبرو کنه که امروز فکرش رو نکردید. شما ببینید این دوستون از سر تا سر ایران الان بهش پیوستن. ببین شما این عکسی که گذاشتی، شما که انقدر فتوشاپ بلدی و اینها، اینو یه کاری میکردی که اینجا باشه، این قسمته زیر عکس شما جمعیت شیرخو، چه جمعیت شیرخوش که پیدا داشت، اوکی، جمعیت شیرخورشید IRLAS Iranian Red Lion and Sun Society، اوکی، آمد بی پایین. من نیز به جمعیت شیرخورشید سرخ ایران پیوستم از زنجان. خب مبارک. این دوستمون آمده پیرن سفید یا زیر پیرنی که پوشیده، بعد روی تصویرش نوشته، نه که روی پیرنش نوشته باشه، نوشته من نیز به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران پیوستم. وقتی اینو به یکی از دوستان نشون دادم گفت آقا شما از کجا میدونی این رو پیرنش نیست؟ گفتم بابا اگر نخوردیم نون گندم اقلا دیدیم دست مردم. یا یه ضرب المثلیه میگه دیگه، حالا ما بعد از 40 سال گدایی اقلا میدونیم که شب جمعه کیه. نگاه کن دوست عزیز، این کمرای سه، من همین آقا رو میارم پایین تر، نگاه کنید، شما نگاه کنید. حالا یه کار خوبی که آقای عبداللهی میکنه، یاد میده که مثلا اگر یه وقت شما یه جایی بودی یه نفر مجروح شد یا خودتون فامیلتون مجروح شدین، چگونه اینو به اصطلاح پانسمان کنید و اینها. این کار شما خیلی عالیه، اصلا بهترین محتوا رو داره. ولی حالا بیاین پایین ببینیم این کاری که ایشون راه انداخته. دوست من میگه که شما از کجا فهمیدی که روی اون پیرن چاپ نکرده؟ نگاه که آقا اینجا که چروکه، اگه این رو پیرن چاپ شده بود، اولا هیچ فروشگاه، هیچ پرینتینگ بدسلیقه‌ای نمیاد اینو به این بالایی بنویسه روی یقه شما، یکم پایین تر مثلا از اینجا شروع میکنه. حالا آمدیم و این خودش سفارش داده بود و اونم بدسلیقه بود براش چاپ کرد. ببین عزیز من، اینجا که پیرنت چروک میشه این نوشته ها هم چروک میشه، اینجا که سرخ سه چروک شده اونم چروک میشه. خب حالا باز میام پایین تر. آقای
زرتشت احمدی راغب که من یک یا دو بارم با ایشون مصاحبه کردم و حقیقتش هنوز نفهمیدم ایشون چی یعنی برنامهش چیه، میدونیم چی میخوان، همه میگن همه خواسته هاشون خوبه، گلاب بالا، عالی، آزادی، دموکراسی فلان اینا، ولی تا من بشم فرمانده، وقتی شدم من فرمانده، گور پدر همتون همه رو ساکت میکنه. ایشون نوشته من به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران پیوستم. اولا نشون میده این پشت یه کاغذی که اون پشتش چی نوشته، خطاش معلومه، نوشتهاش معلومه، یعنی یک ورق کاغذ نخواسته حرام کنه، یک صفحه مقوا نخواسته حرام کنه، آمده یه چیزی رو مال یک چیز دیگه بوده اینجا نشون داده، حتما اون پشتش هم نوشته من به جامعه فلان یا جنبش فلان پیوستم. خب این آقا بازم صد رحمت به شرف این که روی یک تخته ای آمده نوشته من یک نجار هستم از شیراز، من هم به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران پیوستم، من هم به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران پیوستم. آقای عبدالله دوست عزیز، این آقای شیمیرانی هستا، این شیمیرانی ملیجک سعید سکویی بوده، ملیجک حخا بوده، ملیجک آریان وطنخواه بوده، هر عقب افتاده ای رو که بگی این انقدر عقب افتاده بوده که ملیجک اون بوده. اینم اومد یه جنبشی را دودران دار سربداران ایران سر نمیدن، همه یه نوشتن ما با تا هستیم. آقا من میگم 40 میلیون با شما اومدن تو جمعیت شیر خورشید، برنامه فردا چیه؟ من اگر یه جا پیوستم، بابا ما یه روز بلند شدیم رفتیم واشنگتن، فکر کردیم این اوباما آدمه، 10 سال پیش اولین دور انتخابات گفتیم این چیه گراس روت اوباما، ما اومدیم اینجا، گفت بشین اینو امضا کن، نیم ساعت بهمون گفت که شما اگر به جمعیت ما پیوستی باید راه بیافتیدم خونه های مردم بری بهشون حرف بزنی اینجوری اونجوری. آقا این چیه؟ هر کدومتون یه جنبش، مسیح علی نجا میاد جنبش یواشکی آزادی، یا آزادی یواشکی، از اون و آقای مشایخی میاد میگه آقا این میفروشه اسماتون پول میگیره، شما میری زندانی $100,000 پول میگیره، آقای چیز میاد بعد از این همه انجمنهای مختلف، انجمن دو پادشاهی، انجمن پادشاهی و همسرش، انجمن پادشاهی و همسر مصریش، انجمن پادشاهی انتخاباتی، انجمن پادشاهی میراثی، همه اینا رو آقای زرابی و دوستانشون رفتن، حالا اومدن پس از گردهمایی موفقیت آمیز انجمن پادشاه، اولین انجمن پادشاهی، حالا دومینش رو میخوایم برگزار کنیم. اولا اینا 40 سال انجمن پادشاهی نداشتن، اوکی حالا مبارک شما باز کردی، هم شما 40 سال، هم سال انقلاب 40 سال، هم شما انجام باز، اولیش چیکار کردید؟ برنامه‌تون چیه که دومیش رو میخوان چیکار کنید؟ دوستان حالا فکر میکنن ما بی خود داریم میگیم، نه آقا اینا چیزایی که تو فیسبوک مینویسن، بدبختیش اینه هی برای ما هم تگ میکنن، به قول معروف میفرستن، من که خودم راحت کردم مینویسم آقا من 20,000 تا این بر اون بر تو این سوراخ تو اون سوراخ قایی من فوش میدن، چی میفرستم؟ من حوصله ندارم، هر کی میخواد با من تماس بگیره یا با ایمیل info@mardomtv.com که از این ساده تر نمیشه، یا اگه اسم من رو بلدی درست سپل کنی USA که آمریکا نقطه سوربی sorbi@gmail.com و یا این شماره تلفنی که الان اومد 202-695-2573. ولی یه دوست یه نوشته برای من نوشته، اینقدر به خدا چی دارم اینجا نمیدونم چی کار کنم براتون بخونم. دوست عزیز، اولا شما سعی کن خلاصه بنویسی، اینقدر بزرگ چی میگن، حالا نمیدونم اسم شما رو بگم نگم، ولی نوشته فکر کنم گفت اسم من احسانه، حالا 1000 تا احسان داریم ما، احسان بیدی داریم دوستمون توی بگو توی چی اسم این الان آلبانی تو آلبانی، بله ایشون میگه سلام مجدد، بازم به شما که جواب میدید، اصلا این اپوزیسیون خودشیفته یا جواب ایمیل نمیده و اگه میده ماسه منافعی که داره هست، مثل کار مجانی خواستن از افرادی مثل ما، و اوایل ورودم به خیلی از این افراد ایمیل میزدم اینا. خب نگاه کن دوست عزیز،
ببین شما همینجوری که ناراحت میشی اونا وقتتو میگیرن ازت کار مجانی میخوان یا حمایت میخوان، خب من و دیگرانم وقتی نشستیم اینجا 20,000 نفر از این ور و یه دوستی داریم چند مدت پیش من کمک کردم این توی مسجد چه کابوس که بود خدایا، یه دوست دیگه از ایران پول داد بیمارستان جراحی رفت بر رفت ترکیه، بعد گفت پول ندارم، اونجا باز کمکش کردیم، بعد اومد رفت یه سازمانی کمکش کرد جراحی مغز کرد و اینا، بعد گفت میخوام سورشون کنم، گفتیم باشه ما نشون میدیم، بعد گفت نه سورشون نکن، به هم پول رو دادن، همچین که پول رو بهش دادن ما رو یادش رفت، دوباره دیروز نوشته آقای سوربی منم میشناسی منو میتونی به من کمک کنی، گفتم والله شما رو میشناسم، هر وقت پول میخوای میای اینجا. جالب اینه که نوشته این بار به هیچ کسم نمیخوام بگم، یعنی چی؟ یعنی سوربی فقط تو به من کمک کن. خب من آقا اگر بابام محمد رضا شاه هم بود 62 میلیون سال 1979 گذاشته بودم اینجا، با هر کسی که نامه مینویش به من میخواستم $1 $10 $100 $200 کمک کنم، امروز فقیر بودم. آخه بابا ما چه ملتی هستیم؟ در اصل ممنونم آقا احسان، ولی شما این همه طولانی مینویسی من نمیدونم حقیقتش، گم میکنم که شما از من چی میخوای، من و تلویزیون مردم برای شما میتونیم چه کار کنیم. یه دوستی اینجا نوشته، همین خانم زری تناز نوشته که گندگویی ما ایرانیان دانشمند، خیلی قشنگ اینا رو جا داده ها، گندگویی ما ایرانیان دانشمند ما ایرانیان بی سواد را تا امروز در نادانی و عقده نگه داشته. ضمناً برای آقای افشین عبداللهی فرستادم، آقا این برنامه‌ای که من اینجا نشون میدم بذارید الان به شما هم نشون بدم، نمیدونم میتونم از این عکس بگیرم، اینجوری یه پروگرامیه به نام withblaster.com که من نماینده فروشش هستم در ویرجینیا و حقیقتاً توی ایرانیا خیلی نتونستیم بفروشیم، ولی افغانیا آمریکایا اینا این پروگرامی میخرن، این پروگرامی که مثلا من میتونم پرچمو بیارم یه دفعه این عکسو بیارم نشون بدم، بذارید الان مثلا ببرم توی حیات خونه عمم اینا پلیر 4. بله این شما حالا شما باز یه درجه از ما وضعیت بهتره، همسرت اونجا چون تو تلویزیون هست کمکت میکنه، من اینجا خودم هستم و خودم، ولی این برنامه‌ای که اینجا هست 100 تا اینجا بهش چی میگن؟ ویجت نه، گجت هم نه، بذارید پیدا کنم، ماجو رو من نمیدونم چی بگیم به ایرانی، 100 تا مانیتور مختلف میتونه برات باز کنه، صداها رو میتونه میکس کنه، بهش میگن ویدیو آدیو میکسر، نماینده فروشش تو ویرجینیا منم. برنامه های $1,000 رو بعضی وقتا میتونم تخفیف بگیرم، چون میدونی سالی 2-3 تا به خودمون میدن، میتونیم با اون پورتابلش برای شما بفرستیم، اینها اگه خواستی تماس بگیر. دوستان عزیز ساعت 4 بعد از ظهر طبق قولی که به شما دادم ویدیوی آقای هروی رو میذارم روی MTV پلیلیست تا جمعه دور بزنه بچرخه بازی کنه، لینکش رو هم توی فیسبوک میذارم که شما ببینید چرا آقای بختیار تا زنده بود 5 روز سیاه و فراموش شده تو زندگیش بود. آقای دکتر منوچهر رزمارا، من چند بار باش مصاحبه کردم، نگفت کجا بودن. دکتر کیه سیروس اینا، خدایا چجوری یادم میره، اینا هیچ کدومشون نمیگن و این چه لکه ننگی بر پیشانی و وجود و زندگی اینا هست و چه پولی گرفتن از صدام و از عراق که حاضر نیستن، یعنی حاضرن قید 5 روز زندگیشون رو بزنن ولی حاضر نیستن به شماها بگن ما اشتباه کردیم، همونجوری که رجوی غلط کرد اشتباه کرد رفت عراق، ما هم همون اشتباه رو قبل از رجوی انجام دادیم. آفرین به بابک هروی، به قول ایرانی ها دست شما درد نکنه، خسته نباشید، مرسی که با ما بودید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، از بالا پایین چپ راست بیدین بادین فعال سیاسی اجتماعی و هر چیزی که هستید، آینه مردم شما هم مردم هستید. روز روزگار بر شما خوش. چهارشنبه با شما خواهیم بود، چهارشنبه ها برنامه دوستمون از خلیج فارس به نام عقل بشر ساعت 3 با شما هستند و چند دقیقه‌ای صحبت می‌کنند. مرسی.